به نام خدا امروز مفتخریم که جلسه اول دوره هفتم کلاس اقتصاد کلان رو آغاز میکنیم خیر مقدم خدمت شما همه عزیزان عرض میکنم مسیر طولانی رو, تشریف آوردی تا اینجا تا برسیم به فصل 15 کتاب آقای منکیو که پیشرفته ترین فصل و تکنیکی ترین فصل و پیچیده ترین فصلی هست که ما قرار هست که در این دوره تدریس کنیم و واقعا تبریک میگم خدمت شما عزیزان حالا میبینید که با توجه به روندی که ما اومدیم این کوهپیمایی که ما با هم آغاز کردیم ملاحظه خواهید فرمود که الان ما به یک مرحله رسیدیم که از نظر سطح تحلیل به شدت رشد کردیم به مراتب بهتر از گذشته میتونیم در واقع وضعیت اقتصاد کلان رو تحلیل کنیم اینجا ما اومدیم ما یک مدل جدیدی رو مطرح خواهیم کرد امروز در فصل 15 این 14 تا فصل گذشته رو ما طی کردیم تا برسیم به فصل 15 فصل 15 نتیجه گیری است و بعد از فصل 15 تنها چهار فصل میمونه که این چهار فصل به عنوان جمع بندی بیشتر شناخته میشه ولی اون مدلی که از روز اول اون تعاریفی که شروع کردیم مدل های متعددی که شروع کردیم تمامی مدل ها تمامی تعاریف در فصل 15 با هم جمع میشه و یک مدل بسیار زیبا رو خدمت شما ارائه میده که من مطمئنم اگر کسی اولین بار هست در این کلاس میاد به نظرش خیلی پیچیده میاد ولی برای شما عزیزان که این مسیر رو با ما طی کردید افتخار بنده هست که خدمتتون عرض کنم که انشالله خیلی راضی خواهید بود و انشالله خیلی با راحتی بتونیم این مدل رو خدمت شما ارائه بدیم ببینید اسم فصل 15 تایتل فصل 15 یا تیتر فصل 15 چیست The Dynamic Model of Economic Fluctuations خب ما به تدریج رفتیم به سمت اینکه تلاطمات و نوسان های اقتصادی رو ما مدل کنیم اما الان داریم یک بحث جدیدی رو مطرح میکنیم ما در مورد داینامیک صحبت میکنیم مدل داینامیک مدل پویا این مدل پویا یعنی در طول زمان روند متغیرها رو به شما نشون میده بنابراین این پیشرفت بزرگی مدل داینامیک نسبت به مدل هایی که در گذشته داشتیم خب در این فصل اول میآموزیم که چگونه میتوان پویایی را در مدل ای که قبلا داشتیم مدل اگریگیت دیمند اگریگیت سپلای اگه خاطرتون باشه اگه خاطرتون باشه ما یک زمانی اگریگیت دیمند و اگریگیت سپلای رو در فصلهای 11 و 12 تدریس کردیم بعد سعی کردیم که از ISLM این مدل رو مجددا به دست بیاریم و, و خیلی نتیجه گیری های خوبی داشتیم تا امروز هم مدل رو در کوتاه مدت تونستیم بررسی کنیم هم در بلند مدت تونستیم بررسی کنیم و الان میخوایم ببینیم که اگر لحظه به لحظه یا سال به سال یا ماه به ماه ما مدل رو باز تولید کنیم آیا آیا به همون نتایجی که قبلا رسیده بودیم میرسیم یا نه ممکنه که در پویایی مدل تغییراتی به وجود بیاد ما میخوایم از مدل ADAS استفاده کنیم برای نشان دادن رشد اقتصادی در بلند مدت همچنین میخوایم از از مدل دینامیکی ADAS استفاده کنیم یعنی مدل چی؟ مدل عرضه و تقاضای کل عرضه کل و تقاضای کل برای ردیابی آثار ناشی از شکای مختلف و تغییرات سیاستی بر تولید، تورم و سایر متغیرهای درونزا بسیار خوب اولا قبل از اینکه این مدل رو آغاز کنم خدمتون ارز می کنم که شاید برخی از شما در رشته اقتصاد شنیده باشید که در واقع یک مدل هایی هست در اقتصاد برای پیش بینی متغیرهای کلان به کار میره و مدل های بسیار پیشیده ای هست و ادعا این بود که این مدل ها کاربرد بسیار خوبی داره من خاطرم هست که جوزف استیگلیس البته این مدل ها رو به تمسخر می گرفت و در کلاس خودش که من در سال 2016 طی کردم جوزف استیگلیس می گفت که اگر واقعا این مدل ها کاربرد داشتند می توانستند بحران 2008 رو پیش بینی کنند اما بعد از بحران الان 13 سال از بحران 2008 گذشته این مدل ها بسیار تقویت شده بسیار بهتر از گذشته عمل میکنه و, و ما میتونیم بیش از گذشته اطمینان داشته باشیم نسبت به این مدل ها هر چند هر چند وقت نمیتونید اطمینان 100 صد درصد داشته باشید اون مدل هایی که در واقع برآورد انجام میدهند در برای متغیرهای کلان اقتصادی یک سری از مدل ها تحت عنوان DSGA اس جی ای شناخته میشه دی, دی یعنی داینامیک S یعنی استوکاستیک G یعنی جنرال E یعنی اکولیبریوم پس این یک مدل تعادل عمومیه که از قضا هم پویاست هم تصادفی است وقتی تصادفی است شوک‌های عرضه و شوک‌های تقاضا رو در نظر میگیره وقتی پویاست فرایند متغیرها رو در طول زمان در نظر میگیره و وقتی مدل تعادل عمومی است در واقع از سطح خرد به سطح کلان میرسه و, و همیشه ارزه و تقاضا با همدیگه در یک تعادل قرار می گیرند خب این مدلی که در این فصل ما خدمت شما ارائه میدیم نسخه ساده شده دی اس جی هست البته فکر نمی کنم که در این کتاب ما به دی اس جی برسیم یعنی مطمئنم که نمی رسیم <تصفح> اما به نظر من ما دیگه نتیجه ای که تا امروز این مدل ها داشته رو خدمت شما ارائه خواهیم داد خب حالا این مدل هایی که ما این مدلی که ما میخوایم امروز خدمت شما ارائه بدیم یک مدل پویای تقاضای کل و مدل پویای عرضه کل هست دقت میفرمایید که این مدل پویا پویا ارز کردم یعنی که در طول زمان شما رو راهبری میکند شما میتوانید متغیرها رو پیگیری کنید خب ما داریم یک کار جدیدی انجام میدیم همین ابتدای کار به جای, جای اینکه از این به بعد بگیم تقاضای کل یا بگیم عرضه کل میگیم چی؟ میگیم مدل پویای تقاضای کل مدل پویای عرضه کل دقیق فرمودید به جای تقاضای کل یا تقاضای کل قبلا چه جوری نشون میدادیم؟ کسی از دوستان یا خاطر چه هست؟ تقاضای کل رو با چی نشون میدادیم؟ دو تا حرفی که برای تقاضای کل به کار می بردیم آفرین ایدی کرد آجی آفرین ایدی خاطرتون هست؟ خب ارزه کل رو با چی نشون میدادیم؟ احسان ای اس خب حالا حالا دیگه ما دیگه تقاضای کل و عرضه کل نداریم. دقیق میفرمایید. اولا ما به جای حالا اینو اول خدمتتون عرض کنم بعد بریم جلوتر. به جای تقاضای کل داریم دی ای دی داینامیک اگریگیت دیمند یعنی تقاضای کل پویا. به جای عرضه کل داریم DAS Dynamic Aggregate Supply پس همون Aggregate Demand و Aggregate Supply رو که قبلا داشتیم همون مفهوم رو اینجا به کار میبریم منتها مفهوم پویاش رو در نظر میگیریم وقتی مفهوم پویا رو در نظر میگیریم یعنی زمان طول زمان رو به یک نحوی مدل ها یعنی در واقع متغیرها به هم زنجیر شدند و در طول زمان شما میتونید رفتار متغیرها رو بررسی بفرمایید مثل یک در واقع مثلا یک ممکنه که مدلی داشته باشید که یک موشکی از اینجا که شلیک میشه برآورد کنید موشک کجا به زمین میخوره یک وقتی این هست یک وقتی این هست که یک مدلی طراحی میکنید که مسیر موشک رو از لحظه شلیک تا لحظه که به هدف میخوره لحظه به لحظه مسیر موشک رو پیش بینی میکنید این تفاوتی هست که ما الان داریم با گذشته با مدل قبلیمون دوستان عزیز خاطرتون هست مدل AD و AS ای ای تقاضای کل و عرضه کل این دوتا مدلی که ما داشتیم این دوتا مدل رابطه بین دو متغیر رو بررسی میکردن اون دو متغیر کدام بودند خاطرتون هست؟ احسنت احسنت آقای میرزایی باری کرد ماشاءالله همیشه باری کرد آقای نجفی خب خوب دوستان آفرین خیلی خوبه پس AD و AS اگریگیت سپلای و اگریگیت دیمند هست رابطه بین قیمت و تولید رو نشان می دهد. دوستان عزیز خاطرتون هست ما یک مدل دیگری داشتیم که یک رابطه دیگری رو بین دوتا متغیر دیگر نشون میداد. خاطرتون هست چه مدلی بود رابطه بین کدام دو متغیر رو نشون می داد؟ آفرین ISLM. ISLM رابطه بین چی و نشون میداد؟ احسن نرخ بهره و تولید کدوم نرخ بهره آقای جعفری دوستان عزیز کدوم نرخ بهره رو در ISLM آفرین آقای جفری آر واقعی باریکلا بهره و تولید پس ISLM رابطه بین بهره و تولید رو نشون میداد ad و AS اس رابطه بین قیمت و تولید رو نشان میدادند آیا ما مدل دیگری هم بررسی کردیم دوستان ببینم بقیه یادشونه یک مدل دیگه بررسی کرده بودیم تا الان در 15 احسنس ماندل فلمینگ باری کلا خب در مدل ماندل فلمینگ آفرین 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 خب خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم یعنی واقعا با اینکه مشکل در ورود به کلاس داشتم و خیلی ناراحت شدم از این موضوع ولی الان واقعا انقدر انرژی گرفتم میبینم شما ماشاءالله انقدر خوب اینا رو فرا گرفتید که به جرأت خدمت شما عرض می کنم بخش قریب به اتفاق دانشجویان و حتی اساتید اقتصاد به این راحتی که شما الان کل پیکچر کل جنگل رو میتونید ببینید واقعا نمی بینند. خب حالا اینجا ما میایم رابطه بین DAS و DAD رو مطرح می کنیم رابطه بین DAS و DAD یعنی دو تا منحنی برای شما دو تا معادله به دست میاریم یکی رو میگیم DAS یکی رو میگیم DAD مثل قبل ما منحنی رو شیفت میدیم بعد بحث میکنیم که چه اتفاقی میفته خیلی خوب اما دو متغیر ما باز این بار تغییر میکنه این خیلی نکته مهمیه متغیری که ما این دفعه داریم خیلی به اهداف ما نزدیکه دوستان ما در اقتصاد کلان مهمترین متغیرهایی که میخوایم به دست بیاریم چی هست؟ آقای باختر نه 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 بهره بهره ابزار ماست <applause> تولید بیکاری آفرین آقای جعفری ماشاءالله تولید بیکاری تورم دوستان عزیز اینجا ما دیگه از بیکاری صحبت نمی کنیم. پس آقای جعفری تموم شد بیکاری رو صحبت نمی کنیم کسی میدونه چرا بیکاری رو صحبت نمی کنیم یه قانونی قبلا داشتیم که رابطه تولید و بیکاری رو به دست آوردیم احسن اوکانزلا کانزلا باری آقای جعفری اوکان قانون اوکان قانون اوکان خیلی راحت باز دوباره اینجا خدمت شما بیان میکنم قانون اوکان میگه که اگر که مقدار تولید بالا رفت مقدار اشتغال افزایش پیدا میکنه نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه پس رابطه منفی بین نرخ بیکاری و مقدار تولید هست تموم شد اگر ما تولید رو تبیین کردیم بیکاری رو هم تبیین میکنیم با استفاده از قانون اوکان پس بیکاری رو میذاریم کنار حالا میخوایم مستقیما رابطه تولید و تورم رو خدمت شما نشون بدیم آیا تا حالا رابطه ای تولید و تورم رو نشون دادیم؟ خیر نشون ندادیم ما رابطه یک جا نشون داده بودیم البته حالا بهش برمیگردیم ما رابطه ای تولید و قیمت رو معمولا نشون میدادیم درسته؟ آیا جای یاد میاد رابطه ای تولید و تورم رو نشون بدیم؟ دوستان خاطرشون احسنت آقای باباپور پر باری کلا باری باری کرد آقای میرزایی ماشاءالله بله در منحنی فیلیپس رابطه بین تولید و تورم رو ما بیان کردیم احسنت بر شما و جالب اینجا همون منحنی فیلیپس رو میام اینجا قرار میدیم باز دوباره همون منحنی فیلیپسی که قبلا داشتیم یه تغییر کوچیک توش میدیم اسمش رو میذاریم دی ای دقت کردید داینامیک اگریگیت سپلای پس منحنی پس ما کاری که داریم از نظر منحنی عرضه کل پویا خیلی راحته چون همون منحنی فیلیپسی که قبلا داشتیم دوباره به کار میبریم و به نتایج جدید میرسیم اوکانزلا که کنار بیکاری رو کلان کنار میذاریم با استفاده از اوکانزلا ولی رابطه فیلیپس در این فصل در واقع مدل های پویا نقش محوری خواهد داشت رابطه فیلیپس ت... کدام تئوری تورم رو بیان می کند؟ کسی یادش هست که من عرض کرده بودم که اسم تئوری تورمی که رابطه فیلیپس مطرح میکنه چیه؟ نه تورم انتظاری هم توش هست آیا رابطه تورم رابطه تورم و چی رو منحنی فیلیپس در نظر میگیره؟ آره رابطه تورم و تولید رو در نظر میگیره مونتا انحراف تولید رو درسته تورم و انحراف تولید رو در نظر میگیره بنابراین منحنی فیلیپس یک منحنی کوتاه مدت یا بلند مدت منحنی فیلیپس احسن یک منحنی یک رابطه کوتاه مدت رابطه کوتاه مدت در مباحث در مکاتب اقتصادی جزء مباحث کلاسیک هست یا جزء مباحث کینزیان احسنت پس پس منحنی فیلیپس در واقع the, new Keynesian theory of inflation هم بهش میگن the new Keynesian theory of inflation هم نامیده می شود پیکچر خیلی خوبی به دست آوردید تصویر خیلی خوبی از اینکه داریم کجا میریم به دست آوردید دقت میفرمایید و ما الان می ادامه بدیم خب دوستان عزیز من متوجه شدم که برخی از دوستان در واقع مقدار دیرتر وارد کلاس شده بودن یه بار دیگه به صورت خیلی خلاصه برای اونا که دیر ملحق شدن به ما دوباره مختصرش رو می میکنم هنوز ما شروع نکردیم دوستان عزیز ما میخوایم یک مدل داینامیک الان طراحی کنیم مدل پویا طراحی کنیم داینامیک یعنی روند متغیر رو به صورت خیلی دقیق در طول زمان ما بتونیم پیش بینی کنیم پیشگویی کنیم رادم این مص... این منظور از داینامیک هست. پس از این به بعد یک مدلی که قبلا داشتیم به نام اگریگیت دیमांड و اگریگیت سپلای یا منحنی عرضه کل یا مدل عرضه کل و تقاضای کل الان میایم مدل عرضه کل پویا و مدل تقاضای کل پویا رو در نظر میگیریم پس بنابراین به جای که AD داشته باشیم اگریگیت داشته باشیم از این به بعد DAD داریم داینامیک اگریگیت داریم به جای که AS داشته باشیم از این به بعد دی ای اس داریم اگریگیت در واقع داینامیک اگریگیت سپلای خواهیم داشت پس بنابر این به صورت پویا میایم این مدل ها رو بررسی میکنیم از این به بعد خب و عرض کردم که این مدل ساده نسخه ساده شده مدل های هست که مدل های دی های بسیار پرکاربردی در مدل سازی اقتصادی هستند البته بحران سال 2008 رو نتونستن پیش بینی پرن. ولی همچنان در اقتصاد جایگاه خودشون رو دارند مدل پویای تقاضای کل و عرضه کل از مفاهیم آشنا شناخته شده است اینو خدمت رو عرض کردم از منحنی آی اس شناخته شده منحنی آی اس رابطه منفی با نرخ بهره واقعی تقاضای کالا و خدمات دارد و منحنی فیلیپس منحنی فیلیپس رو خدمت شما عرض کرده بودم منحنی فیلیپس که تورم را به شکاف بین تولید پس عرض کردم رابطه بین رابطه, رابطه با تولید مستقیما تورم و تولید رو مستقیما بیان نمیکنه بلکه رابطه تورم و شکاف تولید رو میاد بررسی میکنه و سطح طبیعی تولید شکاف بین تولید و سطح طبیعی تولید رو در نظر میگیره اما نکته دیگری اینجا هست دوستان عزیز ما پس عرض کردم که اینجا اصلا در مورد سطح عمومی قیمت ها دیگه صحبت نمی کنیم در مورد چه صحبت می کنیم اگر سطح عمومی قیمت ها رو کنار بگذاریم احسنت اما بجز تورم اما بجز نه نسبی صحبت نمی کنیم. آقای میرزایی در مورد نرخ رشدش صحبت کنیم در مورد نرخ تورم صحبت کنیم به جای که اصلا در مورد قیمت دیگه صحبت کنیم دقت میفرمایید در مورد تورم صحبت میکنیم منتها اینجا دیگه در این مدل ما ما یک تورم نداریم دو تا تورم داریم یکی تورم واقعی به وقوع پیوسته است و دیگری چه تورمی است احسن تورم انتظاری یا اکسپکتد هست پس ما دو نوع تورم داریم یکی تورمی که الان در حال وقوع هست یکی که انتظاری که ما از تورم در آینده داریم پس این دوتا رو ما با هم دیگه تورم انتظاری رو و نرخ تورم رو هر دو رو در مدل خواهیم داشت و شما خواهید دید که ما چقدر میتونیم در واقع سطح تحلیل رو به امید خدا افزایش بدیم و بالا ببریم بسیار خوب مسئله بعدی پس منحنی فیلیپس رو خدمت شما عرض کردم منتها مسئله مز... که اینجا وجود داره در منحنی فیلیپس ما یک شوک ارزه هم اضافه می کنیم. که در ابتدای کار وقتی داشتیم منحنی فیلیپس رو توضیح می دادیم دیگه شوک ارزه رو بیان نمی کردیم اینجا شوک ارزه ای که در منحنی فیلیپس ارائه می شود شو از چه نوع شوکی هست دوستان می دونن اگر ما منحنی فیلیپس داشته باشیم حالا دوباره بهش برمیگردیم و این منحنی فیلیپس یک شوکی رو نشون بده این چه نوع شوکی است یعنی به چه شک وارد میشه حالا من رو اینجوری مطرح کنم اصلا خیلی مشخص تر مطرح کنم آیا این شک به تولید مستقیما وارد میشه یا به قیمت مستقیما وارد میشه به قیمت وارد میشه به قیمت وارد میشه ببینید دو تا شوک پس خواهیم داشت یکی شوک تقاضا خواهیم داشت یکی شوک تقاضا خواهیم داشت که شوک تقاضا به منحنی تقاضای کل پویا منتقل خواهد شد دی ای دی پس شوک تقاضا به منحنی تقاضای کل پویا منتقل خواهد شد اون شوک تقاضا از نوع شک تقاضا از نوع شک درآمدی است از نوع شک تولیده ولی در منحنی فیلیپس ما شکی که در نظر میگیریم شوکه به قیمت هاست از مسیر انتظارات مثلا اگر کشور وارد تحریم بشه یا اگر قیمت نفت یه دفعه خیلی از شدید افزایش پیدا کنه مردم همه تصورشون اینه که قیمت ها ممکنه رشد کنه و این نوع شک شک تورمی است شکی است که در انتظارات تورمی شکل میگیره پس ما یک نوع شک رو که از مسیر تولید و از مسیر درآمد به مدل وارد میشه اون رو تحت عنوان شک طرف تقاضا میشناسیم و شک دیگر رو که بر روی قیمت تاثیر میگذاره رو شک طرف عرضه مینامیم یا شکر بر روی شکای عرضه مینامیم که در منحنی فیلیپس وارد خواهد شد حالا دوستان عزیز من بالا وقتی در مورد منحنی آی اس صحبت کردم خاطرتون هست چرا در مورد منحنی آی صحبت کردم؟ ببینید گفتم منحنی IS آی گفتم این مدل پویا مدل پویایی که ما داریم رابطه بین منحنی IS اس در واقع از منحنی IS شروع میشه و از منحنی فیلیپس شروع میشه منحنی IS که رابطه بین چی و چی رو بیان میکرد رابطه بین نرخ بهره واقعی و مقدار تولید رو بیان میکرد درسته چرا ما منحنی IS اس رو اینجا آوردیم ما اصلا رابطه بین تولید و بهره رو اینجا احتمالا نمیخوایم به صورت مستقیم بیان کنیم نه بخره و تورم رو نمیخوایم حالا بعدا خدمتون توضیح میدم چون اگر خاطرتون باشه فکر میکنم فصل دوازده بود اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که منحنی ایدی از ISLM به دست میاد دیگه به طور مشخص از IS به دست میاد خاطرتون هست؟ اینجا میگه ما دو تا بیس داریم دو تا پایه داریم یکی منحنی آی اسه که به منحنی تقاضای کل می انجامد یکی منحنی فیلیپسه که به منحنی عرضه کل می انجامد فرمودید میگه که هر دو پایه رو ما قبلا بحث کردیم دقیق فرمودید هر دو پایه رو هر دو اصول این مدل رو ما قبلا بحث کردیم و اما یک اصل سومی هم اینجا خواهیم داشت و اون این است که انتظارات تورمی تطبیقی است انتظارات تورمی تطبیقی است یعنی چی؟ دوستان یادشون انتظارات تطبیقی چی بود؟ احسنت یعنی اگر تورم امروز انتظار ما برای تورم سال بعد تورم امروزه انتظار ما برای تورم امروز تورم پارسال بوده انتظار ما برای تورم دو سال بعد تورم سال بعده خودش رو با گذشته تطبیق میده باری آیا این انتظارات تطبیقی فرض زیبایی است آیا فرض در واقع مناسبی است آها اینرسی تورمی باری الله آقای میرزایی احسنت آیا به نظر شما انتظارات تطبیقی یا انتظارات عقلانیه آیا ما ریشنال اکسپیکتیشن داریم یا ادپتیف expectations داریم؟ انتظارات اقلانی است انتظارات حالا از کجا ما میگیم کجا تفاوتش مشخص میشه؟ فرض کنید که دولتی هست حالا فرض خیلی بعیده یه دولتی بیاد چنین کاری بکنه ولی حالا فرض کنید فرض کنید یک دولتی بوده سال آخر دولت که میخواسته از،, از, قدرت کنار بره یک بودجه فرستاده به مجلس اون کشور که 70 درصد رشد داشته و قطعا بودجه تورمی بوده دقت میفرمایید انشالله که چنین اتفاقهایی هیچ جای دنیا نیفته ولی فرض کنید مثلا چنین اتفاقی افتاده آیا مردم میگن نرخ تورم مساوی با نرخ تورم سال پیشه یا مردم میگن چون دولت سیاست انبساطی در پیش گرفته و از محل پای پولی میخواد تأمین کنه تورم افزایش خواهد یافت آها پس مردم اقلانی فکر میکنن مردم خودشون رو محدود نمیکنن انتظارات تطبیقی به یک نحوی در واقع مردم رو محدود میکنه دقیق میفرمایید اما به نظر شما کدام مدل بیشتر کاربرد داره مدل انتظارات ادپتیو بیشتر کاربرد داره adaptive expectations بیشتر کاربرد داره یا rational expectations بیشتر کاربرد داره در جواب باید بگم که adaptive بیشتر کاربرد داره حالا چرا adaptive بیشتر کاربرد داره چون ما در بسیاری مواقع وقتی که مدل رو رشنال می کنیم انتظارات رو اقلانی می خواهیم مدل کنیم حجم بسیار زیادی از پیچیدگی به مدل ها وارد می کنیم و تا حدی که خیلی از این مدل‌ها قابل در واقع تحلیل نیستن ولی وقتی هم که تحلیل میشن می‌بینیم نتایج با نتایج ادپتیو Expectations تفاوتی نداره دقت می‌کنید ادپتیو Expectations بسیار فروزش ساده تره در ادپتیو Expectations بسیار فروز ما ساده چون به خیلی راحت به جای ای پی به جای تورم انتظاری تورم سال پیش رو قرار میدیم به جای تورم انتظاری سال آینده تورم انتظاری امسال رو قرار میدیم دقت میفرمایید و به همین صورت جلو میریم. خب این فرض ساده ساد... این, ف... این ساده سازی که ما انجام میدیم اتفاقا مدل رو از عمومیت خودش محروم نخواهد کرد. ممکن بود محروم کنه ولی ما وقتی بررسی کردیم مدل رشنال اکسپیکتیشنز در نظر گرفتیم، ادپتیو expectations در نظر میگیریم میبینیم که مدل ها خیلی با هم نتایجشون شبیه هست پس بنابراین هر وقت که ما دیدیم مدل ساده تری میتونه همون پدیده رو توضیح بده حتما مدل ساده تر رو برمیگزینیم این اقتصاد هست در مهندسی ممکنه اینطور نباشه ولی در اقتصاد هر وقت مدل ساده تر بتونه یک مفهوم رو توضیح بده از مدل ساده تر استفاده میشه خب حالا چرا این فصل 15 اینقدر فصل مهمی هست <تصفح> چون نه فقط ما توضیحات گذشته مدل گذشته مفاهیم گذشته رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد و یک جا جمع خواهیم کرد و در یک مدل قرار خواهیم داد بلکه یک مفهوم جدیدی رو هم اضافه می دوستان عزیز وقتی ما از منحنی فیلیپس داشتیم صحبت می کردیم یا وقتی که ما از ISLM داشتیم IS به خصوص صحبت می کردیم در واقع اینها رفتارهای جامعه رو ما سعی می کردیم با استفاده از این مفاهیم و از این معادلات رفتارهای جامعه رو و واکنشهای جامعه رو مدل کنیم اما اینجا الان یک, وضعیت خاصی پیش میاد و اون این هست که در فصل 15 نه فقط ما رفتار جامعه رو مدل می کنیم بلکه واکنش بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی و رفتار بانک مرکزی رو هم مدل خواهیم کرد بنابراین میایم یک قاعده سیاست پولی در نظر میگیریم فرض میکنیم که بانک مرکزی از این قاعده سیاست پولی تبعیت کند دقت فرمودید <تصفح> پس, پس فرض میکنیم که بانک مرکزی نرخ بهره رو هنگام تغییر تولید یا هنگام تغییر تورم تعدیل کند دقیق میفرمایید پس ما داریم یک معادله جدید به معادلات پیشین اضافه میکنیم معادله مشکل پیشیده پیش نیست به هیچ وجه پیشیده نیست اما تأثیری که خواهد گذاشت تاثیر خیلی ویژه‌ای خواهد بود و ما وقتی که این در واقع قاعده سیاستی پولی سیاست پولی رو اضافه می‌کنیم خب قبلا قاعده سیاست پولی رو چگونه اعمال می‌کردیم کسی یادش میاد قبلا هم یه جا بانک مرکزی داشتیم اگه خاطرتون باشه دو جا آفرین آقای میرزایی به چه ال LM در LM سیاست پولی رو داشتیم کتاب منکیو و کتاب بلنچارد در این مورد با هم دیگه متفاوت بودند خاطرتون هست باری الله آقای جعفری باری الله آفرین آقای میرزایی شیفت میکرد اما به چه نحو منحنی LM رو نشون دادیم احسنت آقای نجفی به دو صورت یکی عرضه پول رو ما ثابت می گرفتیم و وقتی سیاست پولی تغییر می کرد عرضه پول رو شیفت میدادیم، دادیم منحنی ال رو شیفت می دادیم یکی دیگه این بود که نرخ بهره رو ثابت می گرفتیم پس هدف گذاری می بر روی کلهای پولی باشه یا هدف گذاری می بر روی نرخ تورم باشه هر دوی اینها رو ما قبلا در نظر گرفته بودیم دقیق میفرمایید خب <applause> پس عرض کردم خدمتون مسئله دیگری که وجود داره این هست که ما به جای مدل ADAS مدل دد دست داریم یا DAD DAS داریم که اینجا نرخ تورم رو می مدل می کنیم نه سطح قیمت ها رو قبلا عرض کرده بودم خدمتون خب نکته دیگری که در این مدل هست دوره های زمانی بعدی به هم متصل هستند یعنی شما میایید مثلا امروز رو امسال رو مدل میکنید بعد سال بعد رو بر اساس امسال مدل میکنید بعد سال بعدش رو بر اساس دو سال بعد و بر اساس سال بعد سه سال بعد و بر اساس دو سال بعد به همین صورت پویایی سیستم رو میایید مدل میکنید دوستان عزیز حلقه واسط بین دوره های مختلف چیست؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ ببینید من چند تا متغیر معرفی کردم که در این مدل ها ما داریم کدام متغیر هست که بین امروز و فردا رابطه ای برقرار می کند بین فردا و پس فردا رابطه برقرار می کند آقای جعفری گفتن تورم آقای باختر گفتن تورم خیلی نزدیکید ولی هنوز نرسیدید به اونجا نه 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 آها آفنه آقای صادقی انتظارات تورمه انتظارات تورمی یا تورم انتظاری عرض کردم که در مدل تطبیقی بین امسال و سال بعد یک رابطه از محل مدل سازی تورم انتظاری ما در, در واقع یک رابطه خواهیم داشت پس رابطه بین دوره های مختلف و انتظارات تورمی نشون میدهد پس در تحلیل تورم نه فقط تورم مهم هست انتظارات تورمی هم مهم است. حالا در ایران یه سری میگن فقط انتظارات مهمه یک سری میگن فقط حجم پول و نقدینگی مهمه <تصفح> ما میدونیم که هر دوی اینها مهمه فقط فرمودید <تصفح> هم انتظارات تورمی نقش خیلی ویژه‌ای بر متغیرهای در واقع پولی و متغیرهای در واقع واقعی اقتصاد داره هم تورم تاثیر داره هم انتظارات تورم پس تغییرات تورم در یک دوره انتظارات تورمی آتی را تغییر می دهد که این هم باعث تغییر عرضه کل در دورهای آینده می شود که <تصفح> تورم و انتظارات تورمی را تغییر می دهد یعنی تورم و انتظارات تورمی دوره بعد رو دوباره تغییر می دهد. پس رابطه بین در واقع سالها و ماها و دهها در واقع از محل عرضه کل از مسیر عرضه کل از مسیر منحنی فیلیپس هست که در منحنی فیلیپس انتظارات تورمی آمده است بسیار خوب خب قبلا ما تی نمیذاشتیم الان تی میذاریم مثلا وای تی یعنی مثلا حجم تولید تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در زمان تی وای تی منهای یک میشه تولید ناخالص داخلی در زمان تی منهای یک و اي تي علاوه یک میشه ترید ناخالص داخلی در زمان تیه تي علاوه 1 البته میتونیم به صورت مبدا زمان هم نشونش بدیم مثلا واي رو بگیریم سال 2000 بنویسیم واي 2000 میشه ترید ناخالص داخلی در سال 2000 بعد واي تي منهای 1 رو بنویسیم واي 2009 هز... یه سال قبل از 2010 بعد واي تي علاوه 1 رو بنویسیم واي 2011 به این صورت هم میتونیم بنویسیم فرق زیادی نمیکند یعنی اصلا فرق میکنه خب دوستان عزیز میخوایم مدلمون رو شروع کنیم نه تا 8 تا اسلاید ما فقط به مقدمه پرداختیم حالا میخوایم مدل رو شروع کنیم بعد میخوایم به نتیجه برسیم خب عناصر مدل چیا هستند ما قبلا وقتی میخواستیم معادلات،, معادلات رو حل کنیم معمولا دو معادله رو با هم دیگه حل میکردیم دو تا متغیر رو به دست میابردیم <تصفح> الان متغیرهای ما بیشتره بله بفرمین آی ندایی اینم آخه این که خیلی ساده بود آقای ندایی دیگه فکر نمی کردم اینجا سوالی باشه بفرمایید در خدمتی وای تولید ناخالص داخلی دیگه وای تولیده وای درآمده وای تولیده خواهش میکنم سوالی هست دوستان هر چی هر چی هر سوالی هر چی که مفهوم نیست و بفرمایید که در خدمتی بسیار خب حالا خیلی جالب شد دوستان عزیز درسته که ما میخوایم رابطه تولید و تورم رو به دست بیاریم ولی بلا فاصله از تورم به چی میریم؟ عرض میکنم تورم با چه چیزی خیلی رابطه نزدیک داره؟ تورم که درست قیمت ولی متغیر دیگری رو من نام بردم نه 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 تورم با آر رابطه مستقیم نداره تورم با یک چیز دیگه رابطه مستقیم داره نه،, نه 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 تورم تورم دو جا خیلی تاثیر سریح و سریع داره یکی تورم انتظاریه باری کلا پس یک دو تا متغیر تورمی داریم یکی تورم یکی تورم انتظاری پس اینا که خیلی به هم نزدیکن بعد تورم با نرخ بهره اسمی هم رابطه نزدیک داره دق فرمودید تورم با نرخ بهره نه بهره واقعی رو از یک مسیر دیگری از یک مسیر دیگری تاثیر خواهد داشت خیلی خوب بریم جلو پنج معادله و پنج متغیر داریم پنج متغیر در اونزا داریم پنج تا متغیر رو ما یک سری داده به مدل میدیم پنج تا متغیر رو این مدل برای ما تعیین میکنه ببینید چی از این پنج تا متغیر یکی چیه تولید دومی که گفتیم تورم سومی نرخ بهره واقعی چهارمی نرخ بهره اسمی پنجمی نرخ تورم انتظاری دقیق فرمودید پس ما هم در گذشته ما یک زمانی مثلا در مورد رابطه تولید و قیمت صحبت می کردیم یک زمانی در مورد رابطه تولید و نرخ بهره واقعی صحبت می کردیم الان همه رو با هم دیگه ترکیب میکنیم تولید و تورم و نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری رو همه رو با هم در نظر میگیریم چه چیزی در این مدل غایبه فقط یک متغیره که میتونه بگیم غایبه فعلا اون چیز البته متغیر دیگری هم هست نه 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 ارز کردم اول, اول کلاس اول کلاس آفرین بله نه اول جلسه عرض کردم خدمتتون که احتیاجی نیست چون که با تولید کاملا هم بسته است بله بیکاری از او بیکاری رو به دست میاریم این مدل یک مدل اقتصاد بسته هست هنوز توش نرخ بهره حقیقی نیامده است همین نرخ بهره واقعی رو اصلا اینجا صحبت نمی کنیم نرخ بیکاری رو هم لازم نیست صحبت کنیم چون در مورد نرخ تولید در مورد مقدار تولید صحبت خواهیم کرد و رابطه بیکاری و تولید خیلی راحت از اوکانزلا به دست میاد بسیار خوب پس مدل ما خیلی مفاهیم رو داره با هم ترکیب میکنه خیلی ارزشمنده معادلات ممکن است از علائم مختلف استفاده کنند اما از نظر مفهومی شبیه چیزهایی هستند که قبلا آموخته اید معادله اول مربوط به تولید است خب ما ما 5 تا متغیر داریم 5 تا معادله معادله اول مربوط به تولیده <تصفح> و قبلا ما اینو داشتیم این شبیه چیه؟ شبیه کدومه؟ ببین میگیم تولید مساویس با سطح طبیعی تولید در کوتاه مدت منهای یک الفایی که ضرب در تی منهای رو میشه به علاوه یک اپسیلون تی این شبیه کدوم معادلات قبلا داشتیم؟ قبلا پی داشتیم؟ نه 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 وقتی میخواستیم نه،, نه 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 اصلا شما رفتید جای دیگه نه 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 اصلا ما اینجا تورم نداریم توی معادله تورم بعدا این رابطه تولیده آفرین آی ایس نوشتیم زیرش مشابه مشابه همان شهود منحنی آی ایس که کراس یادتونه که به منحنی آی ایس رسیدیم این هم منحنی آی اسه. ما قبلا میگفتیم چی؟ میگفتیم وایتی تی مساویس با به علاوه آیه به علاوه جیه منهای مثلا اینجوری ها یا مثلا سیه و علاوه حالا میگفتیم مثلا حالا اینجوری که من گفتم نبوده یعنی مصرف رو به عنوان یک تابعی از درآمد قابل تصرف در نظر می گرفتیم ولی میگفتیم مثلا در تولید مساوی با مثلا با است یا درآمد مساوی با تقاضا است دقت فرمودید نه اون آقای میرزه اون رابطه بعدیه که ما میخوایم اون اون از بانهنی فلیپس به دست میاد که بعدا میخوایم خدمتتون ارائه بدیم همین الان ارائه میشه بعد از این اما اینجا ما داریم همون رابطه IS رو دوباره مینویسیم بازنویسی میکنیم رابطه ای اس رو داریم بازنویسی میکنیم منتها به یک نحوه بهتری میگیم تولید مساویس با یک تولید سطح طبیعی تولید دقیق میفرمایید این مقداری جامعه میتونه تولید داشته باشه در بلند مدت در حالت تعادلی تولید در بلند مدت مساویس با سطح طبیعی تولید خب حالا دقت بفرمایید ما میایم یک منحنی یک رابطه ای برای تولید بیان میکنیم که یک مقدار متفاوت با قبله چی میگیم میگیم سطح تولید و مهمترین عاملی که روی نوسانات تولید تاثیر میگذاره چیه دوستان بفرمایید خاطرتون هست یک بخشی از تقاضا یک بخشی از درا... درآمد بود یک بخشی از تقاضا بود که یک متغیر رو اون بخش تقاضا خیلی موثر بود نه نه اصلا ما این نداریم اینجا آقای باختر اصلا گفتم این خدمتون که اقتصاد بست است نه بله کدوم بخش آر روش تأثیر میگذاشت آفرین آی خب ما در واقع اینجا اینجوری میگیم میگیم که تولید ما مساویس با یک سطح تولید طبیعی بلند مدت خب به شرط اینکه نرخ بهره ما بالاتر از نرخ بهره طبیعی نباشه پس میام یک نرخ بهره طبیعی هم در... نرخ بهره طبیعی واقعی رو هم بررسی میکنیم دقت میکنید میگیم در شرایط تعادلی مقدار تولید در اقتصاد مثلا هزار واحده در اون شرایط تعادلی نرخ بهره بلند مدت نرخ بهره مثلا واقعی اقتصاد البته واقعی هدف نرخ بهره تعادلی باید مثلا باشه سه درصد حالا اگر نرخ بهره شما بالاتر از نرخ بهره واقعی بود بالاتر از نرخ بهره تعادلی بود به نظر شما تولید شما بالاتر از تولید تا... تو... طبیعی قرار میگیره یا پایین تر از تولید طبیعی قرار میگیره پایین تر باری کلا برعکس اگر نرخ بهره تعادلی باشه سه درصد الان نرخ بهره شما باشه دو درصد مقدار تولید شما بالای نرخ تب... سطح طبیعی تولید قرار میگیره یا پایین تر از در سطح طبیعی تولید نه آقای میرزایی این نرخ بهره اسمی نیست این بهره واقعی که قبلا صحبت کرده بودیم دقیقا همونه چرا چرا ببینید ما میگیم الان اینطوری مطرح میکنیم میگیم هم مصرف الان دیگه خیلی پیشرفته تر قبلا میگفتیم فقط سرمایه گذاری به نرخ بهره بستگی داره الان میگیم هم مصرف هم سرمایه گذاری به نرخ بهره بستگی داره منتها افراد در ذهنشون یک نرخ بهره تعادلی هست وقتی نرخ بهره در سطح جامعه نرخ بهره امروز بالاتر از اون نرخ تعادلی قرار میگیره هم مصرفشون رو کاهش میدن هم سرمایه گذاریشون رو کاهش میدن مصرفشون رو کمتر کاهش میدن ولی اندازه مصرف در کل درآمد بزرگتره دقت میفرمایید سرمایه رو بیشتر کاهش میدن ولی اندازه سرمایه گذاری در کل درآمد کمتره در کل تقاضا کمتره دقت میفرمایید پس هر دو اینا میتونه موثر باشه نرخ بهره وقتی بالاتر از نرخ تعادلی خودش قرار میگیره هم روی مصرف تاثیر منفی داره هم روی سرمایه گذاری تاثیر منفی داره ولی تاثیر منفی که با سرمایه گذاری داره خیلی بیشتره پس ما میگیم مقدار تولید امروز ما مساوی با مقدار تولید تعادلی مقصد طبیعی تولید منهای الفا زب در آر منهای رو حالا این الفا چیه؟ الفا مقدار حساسیتی است که جامعه داره به اختلاف نرخ بهره دقت فرمودید مقدار حساسیتی است که جامعه داره به اختلاف نرخ بهره به شکاف نرخ بهره خب این خیلی راحته یعنی خیلی ما دیگه مدلمون رو خیلی البته خیلی مفاهیم در این مدل آوردیم مثلا آوردیم که تولید با یک سطح طبیعی تولید در ارتباطه تولید در بلند مدت عوامل دیگری بر سطح طبیعی تولید تاثیر میگذارند اینو اینجا آوردیم یه چیزی که آوردیم این هست که نرخ بهره در بلند مدت یک سطح تعادلی بلند مدت داره این رو هم آوردیم یکی دیگه مسائلی که آوردیم این هست که میگیم حساسیت تولید به شکاف نرخ بهره رو به صورت آلفا نشون میدیم اینا این هم مفهوم جدیدیه باز مطرح کرد یک مفهوم دیگری که مطرح میکنیم اپسیلون تیه اپسیلون تی طرف طرف تقاضاست شکی از نوع تولیده یعنی تولید شما با اپسیلون تی ممکنه کاهش پیدا کنه یا افزایش پیدا کنه حالا شما این اپسیلون رو میتونید مثلا همون سیاست هم میتونید در نظر بگیرید مثلا اگر سیاست یه دفعه سیاست بودجه‌ای منظورم سیاست بودجه‌ای سیاست گذاری بودجه‌ای مثلا اگر سیاست گذاری بودجه یه دفعه انبساطی بشه ناگهان تغییر کنه این مثل یک شوکه مثبت روی تولید میمونه اگر سیاست انقباضی ناگهان در پیش گرفته بشه این مثل شوکه منفی میمونه استاد علامت رو چه مفهومی داره متوجه نمیشم علامت چی چه مفهومی داره کی نداریم اینجا رو آها رو 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 میفرمایید آها علامت رو ببینید میگه که میگه که حالا ببینید میگه که نرخ بهره شما از نرخ تعادلی یک فاصله داره اگر نرخ بهره شما از نرخ تعادلی بالاتر بود یعنی آر منهای رو اگر مثبت شد روی تولید تاثیر منفی داره پس میگیم منهای آلفا آر منهای رو رو در نظر میگیریم اگر این مثبت شد تاثیر منفی روی تولید خواهد داشت مشخصه دوستان بله رو بهره طبیعی بله نرخ بهره طبیعی نرخ بهره نرخ تعادلی بهره رو زمانی میشه به دست آورد که ببینیم که اقتصاد که در نرخ اشتغال کامله و تولید که در سطح طبیعی تولیده به چه نرخ بهره ای می رسیم و در اون نرخ بهره باید تورم با ثبات باشه تورم با تورم انتظاری یکی باشه پس ما یک نرخ بهره رو در نظر میگیریم که در این نرخ بهره تولید برابر با سطح طبیعی تولید خواهد بود بیکاری برابر با سطح طبیعی بیکاری خواهد بود دقیق فرمودید تولید برابر با سطح طبیعی تولید بیکاری برابر با سطح طبیعی بیکاری و نرخ تورم هم با ثبات و ایستا خواهد بود اون نرخ بهره ای که در بلند مدت متغیرهای ما رو ایستا میکنه و به شرایط بلند مدت خودشون میرسونه اون نرخ بهره رو رو می نامیم حالا اینکه اقتصاد چقدر واکنش نشون میده نسبت به تغییرات نرخ بهره اینو با آلفا نشون میدیم یعنی وقتی مثلا میگه که مثلا اگر نرخ بهره مثلا اگر رو 3 درصد باشه آر 4 درصد باشه آر منهای رو میشه 1 درصد فرض کنید که آلفا هست ده بنابراین اگر اقتصاد ما در سطح بلند مدت خودش صد واحد تولید می کرده وقتی نرخ بهره یک درصد بالاتر از نرخ طبیعی خودش میره صد منهای ده نود واحد اقتصاد تولید میکنه ده واحد مقدار تولید در اقتصاد کاهش پیدا میکنه این مفهوم آلفاست احسنت البته دو تا مفهوم از آقای میرزایی رو نرخ بهره ای است که تولید تولید طبیعی است و همزمان قیمت ها ایستا هستند قیمت ها ثبات دارند یا اینجوری خدمت شما بگم قیمت با قیمت تعادل قیمت با قیمت انتظاریش یکی هست البته بازم یک چیز بیشتری هم باید بگم خدمتتون که تا چند دقیقه دیگه خدمتتون ارائه خواهد شد نه شوک طرف تقاضا در اثر سیاست گذاری بودجه ممکنه به وجود بیاد یا در اثر عوامل خارجی ما اینجا سیاست گذاری پولی نداریم سیاستگذاری پولی شوک قیمتی به وجود می آورد اگه خاطرتون باشد اگر خواستیم سیاست گذاری پولی هم داشته باشیم در منحنی بعدی سیاست گذاری پولی رو وارد می کنیم خب معادله فیشر هم میاریم معادله فیشر خیلی راحت بود اگه خاطرتون باشه مادره فیشر میگفت نرخ بهره اسمی ما مساوی است با نرخ بهره حقیقی پیشینی یا انتظاری نرخ بهره که در آینده اعمال می شود به علاوه نرخ, ب... نرخ تورم انتظاری. اینجا غلط نوشته متاسفانه. اینجا ادمین زحمت که اصلاح بفرمایید. نرخ تورم انتظاری بوده اینجا. می میفرمایید. ما قبلا داشتیم رابطه نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی حالا میام این معادله رو برای نرخ بهره واقعی حلش میکنیم می نرخ بهره حقیقی یا نرخ بهره واقعی مساوی است با نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم انتظاری که امروز انتظارات ما شکل میگیره ببینیم میذاریم ای تی یعنی انتظارات در زمان تی انتظارات در مورد چی در مورد تورم در زمان تی به علاوه یک پس نرخ نرخ بهره حقیقی پیشینی انتظاری مساویس با نرخ بهره اسمی حقیقی پیشینی, پیشینی انتظاری منهای نرخ ب... تورم انتظاری که امروز شکل گرفته برای دوره بعد اینجا اگر سوالی هست بفرمایید اگر نبریم جلوتر سوالی نیست دوستان اینو که کامل مفهومش هم مفهومی قبلا داشتیم حالا درسته که منحنی <applause> در واقع تقاضای ما یه مقداری متفاوت بود خب بریم جلوتر بعدی هم ببینیم آها حالا منحنی فیلیپس رو میاریم وسط منحنی فیلیپس رو قبلا داشتیم ولی الان باید خیلی بیشتر بهش دقت کنیم در منحنی قبلی یادتونه شما گفتید آلفا چیه آلفا چیه من دو سه بار توضیح دادم آلفا چیه رو چیه حالا اینجا در مهنانی فیلیپس هم یه چیزایی داریم خیلی مهمه دقیقا اینجا فی داریم فی داریم خب دوستان استراحت بفرمایید مجددا برمیگردیم انشالله فعلا خدا نگهدار شما به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان نیمه دوم جلسه اول دوره هفتم کلاس اقتصاد کلان رو آغاز میکنیم فصل, فصل پونزده کتاب آقای منکی رو ما بررسی میکردیم اگر خاطرتون باشه و منحنی در واقع یک رابطه برای در واقع تقاضا برای کالا و خدمات ما اینجا معرفی کردیم این رابطه یک مقداری پیچیده تر از روابط قبلی بود که قبلا خدمت شما عزیزان ارائه داده بودیم و در این رابطه خوبی که این رابطه داره این هست که هم مفهوم سطح طبیعی تولید درش مطرح شده هم مسئله نرخ بهره و تأثیر نرخ بهره مطرح شده هم شک تقاضا در اینجا اومده و مطرح شده و همینطور ما یک نکته جدیدی رو به عنوان سطح تعادلی نرخ بهره رو هم مطرح کردیم که این نکته جدید این فصل هست بعد نرخ بهره واقعی رو ما خدمت شما ارائه دادیم از طریق منحنی فیشر اونطور به جای اینکه آی رو در طرف چپ بگذاریم و آر رو در طرف راست این رو در واقع به صورت در واقع نرخ بهره حقیقی نوشتیم که مساویس با نرخ بهره اسمی منهای تورم انتظاری و بعد رفتیم سراغ منحنی فیلیپس منحنی فیلیپسی که در گذشته داشتیم و بررسی کرده بودیم و دقیقا همون منحنی فیلیپس رو اینجا آوردیم در گذشته وقتی ما نانی فیلیپس رو توضیح دادیم در مورد سپلای شاک هم یا شک طرف عرضه هم توضیح دادیم که یک متغیر رندومی است با میانگین صفر یعنی ممکنه که این شا... سپلای شاک مثبت باشه یا منفی باشه اون تا عرض کردم خدمتتون که اینجا وقتی ما در واقع شوک طرف عرضه رو مطرح می‌کنیم شوک طرف عرضه روی چه چیز تاثیر میگذارد دوستان عزیز الان شما اگر این معادله رو ببینید اون این البته یک حرف یونانیه مثلا به صورت وی نوشته شده ولی نو نو تی روی چه چیز تاثیر میگذارد آ نه خیلی بد چرا آخه نه روی تولید نه عرض کرده بودم قبلشم میدونید اینجا الان ببینید در طرف چپ معادله ما تورم داریم پس نوی تی هر عددی که باشه روی تورم داره تاثیر میذاره نه روی قیمت هم نه روی تورم یعنی نرخ روی نرخ رشد قیمت تاثیر میگذاره خب این مقداری پیچیده تر هست دیگه یک مقداری جدید تر هست پس عرض کردم شوک طرف تقاضا بر روی تولید تاثیر میگذاره بر روی درآمد تاثیر ببخشید بر روی تقاضا بهتر است همه هست بگیم بر روی تقاضا تاثیر میگذاره هرچند تولید و تقاضا و درآمد یکی خواهد بود مساوی هم خواهند بود ولی اگر به صورت که بنویسیم یعنی اینجور بیان کنیم که شوک طرف تقاضا روی تقاضا تاثیر میگذاره به نظرم بهتره خب حالا اینجا نوتی ارز کردم قبلا خدمتتون که شو که طرف عرضه روی تولید تاثیر مستقیم نداره روی نرخ تورم هست که تاثیر مستقیم میذاره از طریق نرخ تورم روی تولید هم تاثیر میگذارد و ما قبلا توضیح داده بودیم که در منحنی فیلیپس تورم مساویس با تورم انتظاری تورم انتظاری و نرخ تورم یکیست یعنی تورم انتظاری محقق میشود اگر شکاف تولید نداشته باشیم اگر تولید در سطح تولید تعادلی قرار داشته باشه اما اگر تولید بیشتر از تولید تعادلی باشه چه اتفاقی در اقتصاد خواهد افتاد افزایش تورم خواهیم داشت چرا افزایش تورم خواهیم داشت از چه محلی افزایش تورم خواهیم داشت به زیرساختار فشار وارد میشه بله از درآمد ده کاملا درسته به زیر ساختا فشار وارد میشه وقتی به زیر ساختا فشار وارد بشه چه اتفاقی میفته آها یکی آفرین آقای جعفری یکی دست مست افزایش پیدا میکنه چرا برای اینکه افراد باید اضافه کاری داشته باشند یا نیروی جدیدی جذب بشه با قیمت بالاتر پس افراد اضافه کاری دارن به طور کلی یا از ماشینالات باید بیشتر استفاده بشه یا مثلا شرکت تمام وقت کار کنه 24 ساعته کار کنه یا دو شیفت کار کنه سه شیفت کار کنه درسته از ماشینالات ممکنه بیشتر استفاده بشه استهلاک بالا بره یعنی به طور کلی هزینه تموم شده تولید افزایش پیدا میکنه پس از مسیر هزینه وقتی که تولید بالاتر از تولید تعادلی است بالاتر از تولید در واقع طبیعی خودش قرار داره این باعث تورم میشه منتها این که این شکاف تولید چقدر تورم به وجود می آورد بستگی به فی دارد این فی رو می بینید اینجا این یک حرف یونانی به نام فی پس فی نشون میده که چقدر تورم حساسیت داره نسبت به شکاف تولید حالا برمیگردیم عقب آلفا نشان میدهد که چقدر تولید حساسیت داره نسبت به شکاف چی؟ شکاف نرخ بهره دقت میفرمایید؟ پس ما دو نوع شکاف اومدیم مطرح کردیم اینجا یکی شکاف تولید و دیگری شکاف نرخ بهره بسیار خب این هم شد مانهانی فیلیپس ما همچون که در گذشته داشتیم تا ما یک تغییری میدیم که خیلی کار ما رو ساده میکنه البته آقای میرزا یک سوالی داره نوشتن استاد این موضوع بالا رفتن حقوق دستمزد را نفهمیدم خب کارگر بیشتر حقوق میگیره بیشتر هم تولید میکنه نه نه ببینید چطوره ببینید کارگر داره حقوقی میگیره وقتی که از ظرفیت بنگاه بیشتر میشه شما مجبورید که با یک هزینه مازاد با یک هزینه سعودی هزینه را افزایش بدید که بتونید به به،, به افزایش تقاضا پاسخگو باشید دقت میفرمایید حالا ممکنه شما بگید که نه مثلا کمتر اتفاقا قیمت افزایش می... هزینه ها افزایش پیدا میکنه خب تا جایی که کمتر افزایش پیدا میکنه یعنی ظرفیت شما پر نشده اصلا تعریف ظرفیت اونجایی که هزینه شروع میکنه به صورت سعودی افزایش پیدا کردن دقت فرمایید و, از یک حدی به بعد دیگه به بینهایت میرسه مثلا شما یه تعداد ماشینالات دارید وقتی سه شیفت کردید وقتی همه کارگران استخدام کردید از اون بعد دیگه بیشتر از اون اصلا نمیتونید تولید افزایش بدید هر چقدر پول بریزن نمیتونید افزایش بدید بله ببینید پولی که ممکنه در هر نقطه از دنیا ممکنه پولی که برای اضافی کاری میدن کمتر از حقوق واقعی باشه ولی هزینه هاتون افزایش پیدا میکنه دقت می فرمه کارگری که 8 ساعت کار کرده الان باید این 9 ساعت 10 ساعت کار کنه دقت میفهمید این کارگری که حالا 10 ساعت کار میکنه هزینه به وجود میاد هزینه مازاد به وجود میاد مقدار در واقع ریسک کار بالا میره دقت کار پایین میاد سوانه اتفاق میفته خطر اتفاق میفته این که از ظرفیت تولید شما بیشتر تولید کنید امکان پذیر هست با صرف هزینه های مازاد این نکته ای ما هست خیلی ساده ما داریم این نکته رو بررسی میکنیم بعد حالا اصلا کار نداریم که حقوق بالاتر باشه یا پایین تر باشه کل مجموعه تحت فشار قرار میگیره و وقتی که کل مجموعه تحت فشار قرار گرفت هزینه ها به صورت سعودی و به صورت اکسپوننشال به صورت نمایی رشد میکنه این رو باید در نظر داشته باشیم خواهش میکنم حالا اینکه این هزینه که, این که مثلا به صورت نمایی رشد کرد چه تأثیری بر تورم دارد نمیدونیم باید حساب کنیم این رو به صورت ضریب فی نشون میدیم پس شک... ت... ت... در واقع تاثیر شکاف تولید بر نرخ تورم رو فی میدانیم و تاثیر شکاف نرخ ارز بر تولید رو الفا می نامیم دو تا شک داریم شک قبلی ببینید شک قبلی بود چی؟ اپسیلون تی شک طرف ارزه هست نوی تی دقت میفرمایید اینها پارامترهای مدل ما هستند ببخشید متغیرها و پارامترها یعنی هر دو رو ما الان اینجا داشتیم بسیار خوب حالا لازم بفرمایید حالا یک تغییر تو این مدل میدیم که همه چی خیلی راحت و خلاصه گل و میشه زندگیمون خیلی خوب میشه اون هم فرض انتظارات تطبیقی که قبلا خدمت رو عرض کرده بودم یعنی به جای این در واقع عبارت خیلی سهمگین خطرناک ترسناک ای تی پای تی به علاوه یک کلا میذاریم پای تی به جای تورم انتظاری در سال آینده نرخ تورم امسال میذاریم خب اینو که بذاریم در منحنی فیلیپس وقتی اینو میذاریم خیلی کارمون راحت میشه به جای ای تی منهایی که پای تی بذاریم چی دوستان به جای ای تی منهایی که نه 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 من بی خود نمیپرسم میدونستم همتون احسنت الله بله تی منها یک باری تورم سال قبل دقیق فرمودید تورم سال قبل برای تورم امسال تورم سال قبل میگذاریم میگیم تورم امسال مساوی با تورم سال قبله اگر شکاف تولیدت صفر باشه و اگر شکه طرف عرضه نداشته باشی به همین راحتی خب دوستان این فروز خیلی ساده است خیلی ساده است دقیق میکنید یعنی هر کدوم از اینا رو ما داریم مطرح میکنید اصلا شما که گوش میدید میگید خب این که چیزی نیست که خب بله تورم مساوی با تورم سال پیشه اگر که تولید مساوی با تولید بلند مدت باشه و اگر شکر طرف عرضه نداشته باشیم چقدر ساده است اون طرف اومدیم در مورد تقاضا که صحبت کردیم گفتیم تقاضا مساویس با چی تقاضای بلند مدت مثلا من یک آلفای زب داره در واقع شکاف نرخ بهره به علاوه یک در واقع شوک تقاضا به همین سادگی منحنی فیشر هم که معادل فیشر هم که خیلی ساده است انتظارات تطبیقی هم انتظارات تطبیقی هم که الان بیان کردیم خب اینا همشون خیلی ساده شد خب عزیزان من الان ما میخوایم که به یک بحث بسیار زیبا و جدیدی برسیم و اون قاعده سیاست گذاری پولیس که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود بنابراین ما یک مفهوم کاملا جدیدی رو الان مطرح کردیم که تا کنون در چهارده فصل گذشته حتی یک بار به این قضیه اشاره نکردیم خب دقت بفرمایید دوستان این نر... این قاعده ای هست که ما فرض میکنیم بانک مرکزی تبعیت کنه خب در این قاعده ما چه داریم ببینید در این قاعده بانک مرکزی نرخ بهره رو سیاست گذاری روی نرخ بهره داره انجام میده نرخ بهره رو میخواد تعیین کنه چگونه نرخ بهره رو تعیین میکنه نرخ بهره رو اولا این کدوم نرخ بهره رو ما اینجا در نظر گرفتیم دوستان الان کدوم نرخ بهره رو ما داریم اینجا میبینیم نرخ بهره که بانک مرکزی تعیین میکنه نرخ بهره اسمی است همیشه بانک مرکزی نرخ بهره اسمی رو اعلام میکنه نه نرخ بهره واقعی رو هیچ وقت اعلام نمی کند. نرخ بهره اسمی رو اعلام میکند اینجا همون نرخ بین بانکی رو میتونیم در نظر بگیریم نرخ بهره اسمی است که مساوی با نرخ تورم هست حداقل حداقل مساوی با نرخ تورمه به علاوه این نرخ طبیعی بهره نرخ طبیعی بهره کجا بود خاطرتون هست قبلا تعریف کرده بودیم نرخ طبیعی بهره نرخ بهره ای بود که تولید در تولید بلند مدت قرار میگیره و تورم ایستاس و تورم حالا میخوایم یه چیز جدیدی هم بگیم تورم مساوی با تورم هدف بانک مرکزی است حالا اینجا ببینید ما یک ما مگر پای نداشتیم دوستان خاطرتون هست پای داشتیم پای چی بود پای تی چی بود تورم ای پای تی چی بود خاطرتون هست ای هم داشتیم ای تی پای تی به علاوه یک تورم انتظاری احسنت حالا ما یک پایستارم هم داریم پایستار چیه تورم هدف بانک مرکزی البته بعضی از دوستان شوخی گرفته بودن مثلا پارسال آقای حمتی اعلام کرد که تورم هدفش 22 درصده ولی تورم هم اصلا گوش نمیده که اصلا گوش نداد به تورم هدف دقیق میفرمایی این تورم هدف رو باید بانک مرکزی اعمال کنه اگر تورم هدف اگر نرخ تورم امسال مساوی با تورم هدف باشه تورم هدف در کشورهای پیشرفته مثل امریکا و اروپا چقدره؟ شما بفرمایید دو درصد بله پس پایستار همون دو درصد است تورم انتظاری ممکنه که بالا باشه پایین باشه تورم ممکنه بالا باشه پایین باشه مثلا مثلا اتفاقی که الان افتاده این هست که تورم نرخ تورم در ماه جون و جولای به شدت بالا بود حدود 5 درصد نرخ تورم بود ولی نرخ تورم انتظاری پایین بود نرخ تورم هدف همون دو درصد بود دقت میفرمایید بسیار اگر پای تی ما مساوی با پای استار تی باشه اگر نرخ تورم ما الان مساوی با نرخ تورم هدف باشه و وایتی ما مساوی با وایتی بار باشه یعنی شکاف تولید هم نداشته باشیم اگر شکاف تولید نداشتیم شکاف تورم هم نداشتیم نرخ بهره اسمی که بانک مرکزی تعیین میکنه مساوی با نرخ تورم که همون نرخ تورم هدفش است به علاوه رو که نرخ بهره طبیعی است پس در بلند مدت بانک مرکزی میخواد نرخ بهره اسمی مساوی باشه با نرخ تورم به علاوه نرخ طبیعی بهره که اون نرخ تورم هم نرخ تورم هدف خودش هست دقت فرمودید در بلند مدت خیلی ساده میشه این معادله اما در کوتاه مدت در کوتاه مدت اگر که نرخ تورم افزایش پیدا کنه اگر شکاف تولید مثلا مثبت باشه به نسبت شکاف تولید و به نسبت شکاف تورم بانک مرکزی تعیین میکنه که چه مقدار نرخ بهره اسمی باشه اگر بانک مرکزی فقط هدف گذاری تورم مد نظرش باشه تتاوایو میذاره صفر نه نه آقای جعفری نرخ طبیعی بهره هستن کسی تا حالا نگفته صفره دقت میکنید ممکنه مثلا بعضی استدلال کنن که نرخ طبیعی بهره در بلند مدت صفر میشه چون ما برداشتمون است که در طی سی سال گذشته نرخ طبیعی بهره کاهش پیدا کرده در کشورهای پیشرفته ولی لزوما صفر نیست دقت فرمودید این هم سوال خیلی خوبی بود که مطرح کردید اگر بانک مرکزی فقط هدفش کنترل تورم باشه و به بیکاری کاری نداشته باشه وقتی بیکاری حالا اینجا بیکاری داریم توی معادله یا نداریم دوستان اینجا بیکاری هست یا نیست هست دیگه هست از طریق وای هست بنابراین اینجا داره اینجا داره میگه بانک مرکزی چقدر بها میده به تورم چقدر بها میده به بیکاری چقدر بها میده به رشد اقتصادی چقدر بها میده به تورم وقتی تورم بالا هست باید بیشتر هدف این باشه که تورم کنترل بشه بنابراین بیشتر باید روی تفاوت نرخ تورم از نرخ تورم هدف تاکید بشه در زمانی که تورم پایینه بیشتر میتونن مثلا وزن اشتغال رو بارا ببرن بله ارز میکنم آقای ندایی تتای پای تتای پای یعنی اینکه بانک مرکزی به شکاف تورم چقدر اهمیت میده مثلا اگر تورم ده،, ده, درصد بالاتر از تورم انتظاری باشه بانک مرکزی چقدر تورم چقدر نرخ بهره رو بالا میبره تا اینکه این تورم رو پوشش بده دقیق میفرمایید و... تتای وای یعنی اینکه وقتی که مثلا بیکاری هست وقتی که شکاف تولید منفی هست بانک مرکزی چقدر این رو مد نظر قرار میده که نرخ بهره رو کاهش بده آره میزان توجه میزان حتی اینجور راحتتر میتونید بگید بگید مقدار تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی با توجه به شکاف تولید یا با توجه به شکاف تورم خب مقدار واکنش مقدار تغییر وای ببخشید تغییر آی یعنی تغییر نرخ بهره اسمی مشخص شد حالا من یه خیلی جالب به شما بگم دو تا کشور هستن در این دنیا البته حالا ونزوئلا جای خاص خودشو داره دیگه خیلی خوشنامه ونزوئلا ولی دو تا کشور همسایه هستن در همین حول و که وقتی تورمشون رشد میکنه نرخ بهرهشون رو تغییر نمیدن یا کم تغییر میدن نمیدونم این دو تا کشور شما شنیدید یا نه تا حالا یا نه تجربیاتی که در دنیا مطرح شد در زمینه کنترل تورم آره امپراتوری قدیمی نه آقای شیخ بایی آرژانتین یه ذره دوره چرا انقدر راه بریم بعد ببینید تئوری هایی که تجربیاتی که ما داریم در دا زمین کنترل تورم من مسابقه دیروز با شش بنداز ایران هم داشتم یک سری نکاتی مثل ساکریفایس ریشیو رو مطرح کردم که این عزیزان بدونن که نمیدونند چون خیلی چیزا نمیدونند دقیق میفرمایید یکیش همین مسئله است ببینید مقداره ببینید این که این تتایه چقدر باید باشه خیلی مهمه حالا در کتاب شما خیلی خوب اینو توضیح داده ما بعدا میخواستیم بهش اشاره کنیم خیلی قشنگ توضیح میده میگه قبل از 1980 قبل از اینکه آقای پال ولکر رئیس بانک مرکزی امریکا بشه رئیس فدرال رزرو بشه رؤسای قبلی فدرال رزرو خیلی سختشون بود نرخ بهره رو تغییر بدن تورم مثلا دو درصد مثلا میرفت بالای نرخ هدف 3 درصد 5 درصد میرفت بالای نرخ هدف اینا مثلا نیم درصد نرخ بهره را افزایش میدادند واکنش شدید و افزایش تورم نشون نمیدادند ولی آقای پال وولکر که اومد الان که ما میایم این معادله رو محاسبه میکنیم برای رفتار آقای پال وولکر و آلن گرینسپن میبینیم اینها تتای پایشون بزرگتر از یک بوده یعنی چی تتای پایشون بزرگتر از یک بوده حساسیت بالا یا بله با یک زبان دیگری با یک لغت دیگری بکار کار بریم احسنت وقتی بیش از تغییر تورم وقتی تورم تو دو درصد رشد میکنه شما نرخ بهره اسمی رو سه درصد رشد میدی یعنی داری چیکار کار میکنی؟ یعنی در واکنش به به تغییر تورم چه چیزی رو تغییر دادی واقعا؟ از تورم انتظاری بیشتر بله بله حالا تورم انتظاری تو اینجا نیاوردیم ولی درست میفرمایید از دقیقا از تورم انتظاری باید تورم انتظاری رو بگیریم نسبت به اون واکنش آفرین آقای حسامی احسن خب بهره اسمی رو بیشتر از تورم افزایش بدن یعنی دارن چیکار میکنند آقای میرزایی ببینید این صحبت هایی که میکنیم در در, در دنیای کلاس و در دنیای اکادمی که وقتی میری تو دنیای اجرا میبینی اجرا نمیشه وقتی تور وقتی آقای پال ولکر اومد نرخ تورم نرخ بهره اسمی رو بیشتر از افزایش نرخ تورم افزایش میداد یعنی داشت چه میکرد آقای پال وولکر که الان در کشور ما اگر این حرف رو بزنیم جهاد میکرد در کشور ما جهاد میشود اعلام, اعلام ممکنه یه دفعه همه برزن تو خیابون انتظارات رو سرکوب میکرد نه پول ج... جمع وری پول نه نقدینگی رو جمع میکرد خیر 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 خیلی علمی تر باید صحبت کنید دیگه شما خیلی یاد گرفتید تو این کلاس نه نه نه, نه. دوستان عزیز ما قبلا گفته بودیم میخواید تورم رو کنترل کنید باید چه کنید قبلا بارها و بارها این قضیه رو گفته بودیم تورم رو بخواید کنترل کنید باید کار کنید احسنت نه بهره واقعی رو باید افزایش بدید اصلا مثبت کنید که یه بحث دیگه است بهره واقعی رو باید افزایش بدید اگر تورمت 3 درصد بالا رفت و نرخ بهره اسمیت 2 درصد بالا بردی آیا نرخ بهره واقعی رو افزایش دادی یا کاهش دادی متوجه شدید آفرین کاهش دادی بنابراین در, در کنترل تورم موفق نیستی این در خود امریکا 20 سال 30 سال طول کشید تا متوجه این قضیه بشن که آقا تو داری نرخ بهره تو افزایش میدی ولی نرخ بهره اسمی رو داری افزایش میدی به اندازه کافی هم افزایش نمیدی اینه که مشکل ایجاد کرده دقت میفرمایید چقدر زیبا چقدر قشنگ شد پس ما به تدریج دریافتیم که در قاعده سیاست پولی تتاب های شما باید بزرگتر از یک باشه این رو به تدریج دریافتیم خب مشخص شد دوستان <applause> بله الان نرخ بهره چرا چرا آقای باختر چرا شد منفی 40 درصد نرخ بهره چرا سیستم داره واگرا میشه آقای شیخ پای ما یه ساعت در مورد تتا صحبت کردیم باز بگیم تتا چیه تتا مقدار واکنشی است که بانک مرکزی به شکاف تورمی و شکاف تولید میدهد چقدر واکنش نشون میده یعنی اگر تولید از تولید واقعی مثلا 5 درصد تفاوت پیدا از تولید بلند مدت از تولید طبیعی 5 درصد تفاوت پیدا کرد بانک مرکزی چقدر نرخ بهره رو به این دلیل تغییر میده آینه ندایی چشم باز چشم اینا مطالب جدیده و اگر اینها مشخص نشه اگر اینها جا نیفته بعدا مشکل داریم پس بنابراین هر چقدر خواستید شما بپرسید من در خدمتون هستم نرخ طبیعی بهره زمانی است که نرخ تولید شما برابر نرخ طبیعی تولیده نرخ اشتغال شما برابر نرخ اشتغال تولیده و تورم شما ایستاست و مساویس با پای تی تورم شما مساوی میشه با این نرخ تورمی که مورد هدف بوده یعنی نرخ طبیعی بهره نرخی است که کل سیستم رو به چی میرساند آفرین کل سیستم رو به تعادل میرسونه یعنی احسن یعنی هیچ شکافی در اقتصاد نباشه یعنی کل اقتصاد در تعادل بلند مدت قرار بگیره نرخ طبیعی بهره کل اقتصاد رو در بلند مدت در شرایط تعادلی قرار میدهد مشخص شد خواهش میکنم حالا اینکه پای ت... در واقع تتای پای و تتای وای باید چقدر باشه نمیدونیم باید چقدر باشه ولی آقای, پا... آقای, تیلور استاد برجسته دانشگاه استنفورد آقای تیلور اومد یک بررسی انجام داد اومد یک معادله شبیه این در نظر گرفت نه دقیقا این ولی شبیه این در نظر گرفت گفت, شم... گفت بانک مرکزی بیاد پنجاه درصد رو بده به شکاف نرخ بهره ببخشید به شکاف نرخ تورم 50 درصد توجه رو بده به شکاف نرخ تورم 50 درصد تف... توجه بده به شکاف چی؟ شکاف اشتغال پس نرخ اشتغال رو گذاشت اونجا نرخ طبیعی بیکاری رو گذاشت ببخشید شکاف بیکاری مثلا اینجوری در نظر بگیریم نرخ طبیعی بیکاری رو گذاشت میزان بیکاری رو گذاشت نرخ تورم رو گذاشت میزان تورم هدف رو گذاشت و گفت 50 درصد بانک مرکزی به به تورم در واقع توجه داشته باشه و 50 درصد به اشتقال خب حالا وقتی که وقتی که این کارو کرد بعد اومد در واقع بر این اساس نرخ بهره ای که باید میبود رو تایید کرد یعنی هر بار اومد شکاف مثلا بیکاری رو به دست آورد شکاف تورم هم به دست آورد بعد گذاشت تو فرمول گفت خب مثلا این سال مقدار نرخ بهره باید این می بوده این سال مقدار نرخ بهره باید این می بوده و بعد اومد این رو مقایسه کرد با چیزی که در عمل اتفاق افتاده و خیلی شوکه شد چرا شوکه شد کی میدونه یعنی دنیا شوکه شد نه آقای تیلور آقای تیلور که کامل ماشاءالله یکی از بزرگترین اقتصاددانان کلان دنیاست دنیا شوکش شد چرا شبیه بودن دقیقا یعنی انگار این همه بروبیا و دفتر دسته که بانک مرکزی امریکا که اصلا بهش میگن فدرال ریزرف سیستم یعنی یک سیستم اصلا چندین بانک مرکزی از هر چند تا ایالت با هم دیگه یک بانک مرکزی دارن اینا دور هم جمع میشن یه شعر یک شورای به نام FOMC دارن فدرال اوپن مارکت کمیتی بعد اینها مرتب کلی تحقیقات کلی در واقع پروژه ها اینا انجام میدن تا در نهایت برسن به اینکه نرخ بهره اسمی رو چند تعیین کنند وقتی آقای تیلور اومد از طریق یک فرمول به این سادگی که دو تا وزن نیم و نیم هم گذاشته بود وقتی اومد سعی کرد که در واقع رفتار رو شبیه سازی کنه دید که خیلی شباهت بالاست پس حالا اینجا ببینید این تتای پای مقدار تنظیمگری بانک مرکزی بعد نرخ بهره زمانی که تورم از نرخ هدف منحرف می شود را نشان میده. تتای وای مقدار تنظیمگری بانک مرکزی بر نرخ بهره زمانی که تولید از نرخ طبیعی طبیعی آن منحرف می شود را نشان میده. متوجه نشدم آقای جعفری سوالتون آها از زمان ولکر فکر می کنم از بعد از ولکر یعنی از 1980 هشت به بعد حالا این خیلی شباهت زیاده قبلش یادم نیست حالا میبینیم تو کتاب در کتابم هست آها ببینید آها این آه البته خب الان الان خود اینجا اومده من یادم نبود که در اسلایت ها هست آها پس تیلور هم جی دی گپ رو گذاشته من عرض کردم خدمتتون که در واقع گپ بیکاری رو گذاشته ولی نه تیلور هم پس جی دی گپ رو گذاشته بعد وزن یکسانم به اینها داده البته درصد گرفته تیلور ها چون اگر شما جی دی بذاری وای منهای وای بار رو اگر بگذاری خب این وای مثلا مثلا هست نمیدونم مثلا 20 تریلیون دلار بعد وای بارمون هست مثلا 18 تریلیون دلار فاصله اینا میشه 2 تریلیون دلار اینو ضرب در نیم که دیگه نمیتونی بکنی برای اینکه این اتفاق نیفته اومد به صورت شکاف تولید ناخالص داخلی رو به صورت درصد در نظر گرفت ببینید یعنی وای بار منهای وای تقسیم بر وای بار به صورت درصد در ضرب در به صورت درصد در نرخ بهره هدف رو هم دو درصد گذاشت و و نرخ به بح... نه فقط نرخ ببخشید نرخ تورم هدف رو هم دو درصد گذاشت نرخ بهره طبیعی رو هم دو درصد گذاشت یعنی فرض کرد که اینجا چه فرضی کرده به صورت تلویحی دوستان اون چیزی که یکی گفت که صفره یا نه آها بهره واقعی دو نه عزیز من آه چرا چرا بحری واقعی دو آره نرخ بهری واقعی رو دو در نظر گرفته بله درست شد نرخ بهری واقعی رو دو در نظر گرفته نرخ در واقع تورم هدف رو هم دو در نظر گرفته و و گذاشته در فرمول حالا اگر که امیدوارم که شکلش رو داشته باشیم ببینم بله خدا رو شکل در کتاب بود اینجا ما ورده خب ببینید چقدر از 1987 یعنی بعد از اینکه تی... آقای جا... پول کار خودش انجام داده میبینید که چقدر اینها به هم نزدیک هستند مگر اینکه به زیرو لوور باوند برسیم دقت میفرمایید نرخ هدف را همان نرخ واقعی گرفته نرخ هدف رو همیشه واقع رو رو واقعی رو معادل آره رو معادل آی نیست رو معادل آره رو نرخ طبیعی برای آره نمیدونم پاسخ سوال شما رو دادم یا نه خب دوستان اگر اینو نگاه کنید ملاحظه کنید خیلی اینها به هم شبیه هستند. به طور باور نکردنی اینها به هم شبیه در حالی که آقای تیلور بعدا این قاعده رو کشف کرده و اینها مطلقا از این قاعده پیروی نمیکنن اینها کل شرایط اقتصاد رو در نظر میگیرن که نرخ بهره رو تعیین کنند. اما یک سوال چرا نرخ بهره منفی نشه ببینید یه جایی تیلور رول منفی میشه درسته یعنی بر مثلا اگر که مقدار تولید ناخالص ملی یه دفعه خیلی سقوط کنه خب شما باید نرخ بهره رو منفی کنی درسته نرخ بهره اسمی تو باید منفی کنی بله در رکود مثلا در 2008 ببینید دیگه اینجا من الان ببینم بگم که ما ببینید ما داریم فعلا در مورد این صحبت میکنیم این قسمت چرا اینجا اینجا تیلور میگه که منفی بشه نرخ بهره اسمی اینجا چرا آفرین آقای خراسانی ب... نرخ بهره که منفی نمیشه که زیرو لوور باند صفر دیگه کرانه پایینی صفر که قبلا خدمت رو عرض کردم صفر دیگه خب مسئله دیگری که اینجا اتفاق افتاده اینه که وقتی که تیلور رول بعدا در سال 2010 به بعد 2011 به بعد مثبت شده و سعودی شده چرا نرخ بهره برای سالها رشد نکرده؟ سوال اینه کی میتونه جواب بده؟ کی میدونه چرا رشد نکرده؟ چرا این وقتی منفی شد این همینجوری منفی مونده؟ ببینید اینجا اینجا مثلا باید از اینجا دوباره شروع میکرد بالا رفتم مثلا اینجوری میشد ولی این نشده نه دولت که داشت تقاضا رو تحریک میکرد دیگه دیفلیشن که اون زمان دیگه نداشتن جرمی پاول که اون زمان نبوده بوده آ جفری نمیدونم جر... نمیدونم جرمی پاول الان رئیس بانک مرکزی اون زمان آقای برننکی بود نه پاول از 2012 نبوده نخیر آها از 2012 عضو،, عضو چیز بوده، FOMC بوده. بله. بله بله. کاملا درست میفرمایید. خب ببینید، برخی از اقتصاددانان میگن که وقتی که اینجا برای مدت ها تیلور رول منفی بود، بعد که تیلور رول مثبت شد، بانک مرکزی مدت طولانی تری نرخ رو در حد صفر نگه داشت که جبران اون روزهای منفی و اون سالهایی که باید باید نرخ رو منفی می کرد و نمی توانست بکند مشخص شد این یک یک سری دیگه افراد مثل خود آقای استگلیتس که من از خودش شنیدم می گفت که این نرخ بهره رو بیش از حد صفر نگه داشتند و این در نهایت به یک خواب بزرگ در بازار دارایی ها تبدیل میشه و بسیار مشکلزا خواهد بود این نکته دوم بله مثل امروز نکته سوم اتفاقا خیلی جالبه چی میگن میگن روی شما اینجا میگن مثلا روی سال دو هزار و چهارده مثلا کوچکتر بوده از روی سال مثلا دو هزار درست شد؟ روی سال 2014 از روی سال 2000 کوچکتر بوده یعنی این سوالی بود که برخی از شما داشتید نرخ بهره طبیعی در طول این سالها کاهش پیدا کرده این هم قشنگه نه؟ همه اینا ممکنه باشه بسیار خوب دوستان عزیز اگر سوالی هست من در خدمتون هستم اگر سوالی نیست ما ادامه بدیم هنوز خیلی راه داریم ولی خب خوشحالم که این مطالب با دقت و سر صد مطرح شد ببینید ما مدلی که الان داریم میسازیم یه سری متغیر درونزا داره متغیر درونزا متغیر است که مدل به ما جواب میده مدل برای ما پیش بینی میکنه بر اساس یه سری متغیری که ما به مدل میدیم <تصفح> اونهایی که مدل به ما میده یکی تولیده که قبلا بیان کردیم که مساویس با تقاضا است با درآمد <تصفح> دومی تورمه سومی نرخ بهره حقیقی چهارمی نرخ بهره اسمیه و پنجمی تورم انتظاریه این پنج تا متغیر رو مدل به ما میده پنج تا متغیر با پنج تا معادله دقیق فرمودید یک سری متغیر از بیرون مدل وارد میشه مثلا ما میگیم اگر سطح طبیعی تولید انقدر باشه مثلا منزه وایبار باشه اگر نرخ تورم هدف بانک مرکزی به اندازه پایستار باشه اگر شوک تقاضامون این میزان باشه اگر شوک ارزمون این میزان باشه به ما جواب بده که کلا اون پنج متغیر ما چه شکلی خواهد بود پس این سه تا چهار تا متغیر رو ما به مدل میدیم اون پنج تا متغیر رو ما از مدل میگیریم اما یه متغیر هست که این متغیر این بینابینه و اون هم تورم دوره های پیشینه تورم دوره های پیشین چون اتفاق افتاده یک چیزی که مدل به ما میده حالا اگر مدل تورم مثلا این دوره رو پیش بینی کرد از این استفاده میکنه برای تورم دوره بعد بعد از اون استفاده میکنه برای تورم دوره بعد این هست که این یک متغیر برونزا است ولی یک متغیر از پیش تعیین شده است دقت بفرمایید که این از کردن باعث میشه که شما بتونید روند متغیر رو در طول زمان ببینید خب یک سری پارامتر داریم پارامتر یعنی اعدادی که ما معمولا در مدل تغییر نمیدیم نه اینکه وحی منزل باشه تغییر نکنه بعض وقتا ممکنه بگیم که در طول زمان تغییر کرده یا ما خودمون برای تحلیل حساسیت میتونیم تغییرش بدیم ولی معمولا متغیرها رو تغییر میدیم متغیرهای برونزا رو ما به صورت گیون میگیریم به صورت داده شده به مدل میدیم متغیرهای درونزا به دست میاد پارامترها معمولا تغییر نمیدیم خب این پارامترها چیا بودن من خیلی روشون تاکید کردم و خیلی سر صف صحبت کردم یکی آلفاست آلفا واکنش تقاضاست به, به نرخ به شکاف نرخ بهره یکی الفاست یکی فا، فایه فیه. فی واکنش تورمه به شکاف تولید در وانهنی فیلیپس یکی روه که نرخ طبیعی بهره است که عرض کردم که تصور این بوده که ثابت میمونه ولی اخیرا به نظر میرسه که نرخ طبیعی بهره کاهش پیدا کرده و داره به سمت صفر میره و دوتای دیگه متقیرهای سیاستگذاری هستند یکی تتای پای هست یکی تتای وای هست تتای پای واکنش آی به تورمه تتای وای واکنش آی به تولیده در قاعده سیاست پولی خب دوستان عزیز ما در همین چیزی که داریم در همین مدلی که تا حالا ما این معادلاتی که مطرح کردیم پنج تا معادله ساده که مطرح کردیم خیلی راحت اول میتونیم تعادل بلند مدت رو به دست بیاریم تعادل بلند مدت وقتی است که شک نداشته باشیم یعنی اپسیلون تی و نوی تی مساوی با صفر باشه و وقتی تورم ثابت باشه یعنی پای تی منها یک مساوی با پای تی باشه اگر اینها رو در معادلاتمون بگذاریم خیلی راحت به دست میاریم که در شرایط تعادل بلند مدت وای مساوی با وای بار خواهد بود یعنی تولید یا تقاضا در سطح تولید طبیعی خواهد بود آر یا نرخ بهره واقعی مساوی با رو خواهد بود نرخ بهره واقعی مساوی با سطح طبیعی نرخ بهره هست سطح تعادلی نرخ بهره است پای تی مساوی با پای پا، پای استار تی خواهد بود پس نرخ تورم مساوی با تورم هدف بانک مرکزی خواهد بود ای تی پای تی به علاوه یکم مساوی با پای پای تی خواهد بود یعنی نه فقط تورم مساوی با تورم هدف بانک مرکزی است بلکه انتظارات تورمی برای سال بعد هم مساوی با تورم هدف بانک مرکزی است و در نهایت نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ تورم هدف بانک مرکزی به علاوه نرخ تعادلی بهره بسیار خوب اگر در مورد این سوالی نیست من ادامه بدم سوالی دارید دوستان خیلی ساده است پس همون اعداد یعنی ما در واقع شکار و صفر گذاشتیم مقدار انتظارات هم ایستا در نظر گرفتیم رسیدیم به این معادلات رسیدیم به این در واقع سطوح برای متغیرهای درونزا ببینید مثلا وایتی مساوی با وایبارتی س... وای یعنی چی؟ یعنی متغیر درونزای ما که وایتی باشه برابر است با یک متغیر برونزا که وایبارتی باشه نه آقای میرزایی به, م... به فرمول فیشر نرسیدیم از فرمول فیشر اتفاقا شروع کردیم دقیق فرمودید مونتا فرمول فیشر میگفت که نرخ بهره مساوی با نرخ بهره واقعی، نرخ بهره مساوی با نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم انتظاری اینجا با توجه به فروزی که داریم تورم انتظاری برابر با تورم هست با تورم فعلی است و تورم فعلی هم برابر با تورم هدف هست یعنی دو مرحله تغییر کرد در منحنی آیتی که ما اینجا داریم از تورم انتظاری رسیدیم به تورم هدف بانک مرکزی از نرخ بهره با واقعی هم رسیدیم به نرخ سطح تعادلی نرخ بهره خیلی خوب حالا ما میایم منحنی عرضه کل پویا رو به دست میاریم پس سطح تعادلی ها دستمون بود منحنی عرضه کل دی ای, ای اس دی داینامیک ای اگریگیت اس من هدفمون همین بود دیگه ما این همه صحبت کردیم تا اینجا که برسیم به یک دی ای یک منحنی عرضه کل و یک منحنی تقاضای کل منتها اینجا دیگه به جای عرضه کل داریم عرضه کل پویا دوستان این منحنی از کجا به دست اومده خیلی ساده است از منحنی فیلیپس که انتظاراتش تطبیقی شده درسته دیگه انتظارات اینجا نداریم میگیم پایتی منهای یک از منحنی فیلیپس که انتظاراتش تطبیقی شده خیلی خوب رابطه هی. حالا ببینید ما داریم چی کار میکنیم ما اینجا وایمون وای مثل قبل مثلا در منحنی ای اس که قبلا داشتیم ما وای داشتیم دیگه محفر افقی وای بود ولی محفر عمودی دیگه اینجا پی نیست پای نرخ تورمه شیبش هم سعودیه ما اینو میدونیم که شیب این منحنی سعودیه البته نمیدونم چرا فیش نیفتاده ببینید دوستان اینجا باید ما یک فی داشته باشیم دیگه یک فی باید بیاد ضربت در این بشه حالا ال حال یک فی باید اینجا ضرب بشه یک فی هم باید اینجا ضرب بشه درسته خب شیب منحنه میدونیم که سعودیه پس سطوح بالای تولید وقتی که از سطح تولید بلند مدت تولید بیشتر میشه باعث تورم میشه همون تئوری نیو سیوریا سیوری of انفلیشن هست دی ای در واقع در واکنش به تغییرات در سطح طبیعی تولید تورم قبلی و شکای عرضه تغییر میکنند خب چیا اینو تغییر میدن؟ دوستان ببینید داره چی میگه اینجا؟ میگه که این در واقع منحنی ما رابطه وای و پای رو داره معلوم میکنه اما اگر تورم قبلی شما تغییر کرد یه دفعه ببینید اگر تورم قبلی شما تورم سال پیش شما یه دفعه شک بهش وارد شد یا شک طرف عرضه وارد شد که همونه دیگه مثلا شک به تورم سال پیش وارد بشه یا شک طرف عرضه تورم امسال یعنی شک به تورم امسال وارد بشه یا اینکه این مقدار تولید تعادلی یه دفعه رفت بالا مقدار تولید طبیعی یه دفعه افزایش پیدا کرد هر کدوم از اینا اگر افزایش پیدا کنه این خطی که شما دارید تبدیل میشه به این خط نگاه کنید تبدیل میشه به خط دیگه یعنی خط خطم شیفت میکنه حالا اگر بخوام بهتر بکشم ببینید اون خطی که داشتیم تبدیل میشه به مثلا یه خط دیگه مثل مثلا این خط درسته هر کدوم از اونا که رشد بکنه مثل قبل در واقع منحنی رشد خواهد کرد منحنی در واقع تغییر مکان خواهد داد خیلی خوب حالا میخوای منحنی تقاضای کل پویا رو به دست بیاریم منحنی عرضه کل پویا رو به دست آوردیم خیلی هم ساده بود اما منحنی تقاضای کل پویا خلاصه از شما یه مقداری وقت خواهد گرفت مقدار اذیت خواهید شد چرا برای اینکه چهار تا معادله رو باید با هم ترکیب کنیم اولی معادله معادله تقاضایی بود که قبلا خدمت شما نشون دادیم وای مساویس با وای بار منهای آلفا ضرب در آر منهای رو به علاوه اپسیلون البته همه اینا در واقع تی هستند یعنی در زمان خاص در هر زمان این معادله رو میتونیم داشته باشیم اولین کاری که میکنیم آر رو حذف میکنیم جاش از معادله فیشر به جای آر میذاریم آی تی منهای در واقع تورم انتظاری امسال از سال بعد در منحنی فیلیپس تورم سال گذشته و تورم امسال رو در نظر می گیریم. در منحنی فیشر نرخ بهره که امسال اعمال می شود که مترتب هست بر یک سال آینده رو با نرخ تورم انتظاری سال آینده در نظر می گیریم. پس اونجا ما داشتیم ای تی منهای یک پای تی اینجا داریم ای تی پای تی به علاوه یک اینها با هم متفاوتند. دقت بفرمایید خب اول پس ترکیب کردیم معادله تقاضا رو با معادله فیشر بعد وقتی که ما ای تی پای تی به علاوه یک داریم گفتیم که فرض میکنیم که انتظارات چی هم؟ تطبیقی هن. از معادله انتظارات تطبیقی به جای ای تی پای تی به علاوه یک میذاریم پای تی خیلی راحت میگیم که تورم همون تور... تورم انتظاری سال آینده همون تورم امساله درسته؟ خیلی سادش کردیم خیلی ساده کردیم ولی عرض کردیم این ساده سازی مشکلی در تحلیل ما ایجاد نخواهد کرد اگر مشکل ایجاد میکرد مجبور بودیم از انتظارات از انتظارات اقلانی یا اوغلایی یا رشنال اکسپیکتیشن استفاده کنیم و خیلی کارمون مشکل میشد ولی فرقی نمیکنه در نتجه گیری ها بسیار خوب حالا ما یه آیتی داریم آی تی رو از کجا ما جایگزین کنیم به نظر شما؟ آی تی کجا تعیین میشد دوستان؟ آسان از اون فرمول قاعده بانک مرکزی، قاعده سیاستگذاری پولی نه از دی اس تعیین نمیشد از فرمول بانک مرکزی تعیین میشد. قبل از دی اس در مورد صحبت کردیم. از قاعده از قاعده سیاستگذاری پولی چی بود آی اس؟ ببخشید چی بود آیتی؟ آیتی بود تورم به علاوه رو به علاوه تتاپ های زب در شکاف تورم به علاوه تتاپ های زبد در شکاف تولید خب اینا رو میذاریم بقیه هم, می هم قبلا داشتیم من های پای تی من رو به علاوه اپسیلان خب اینا رو که میذاریم اتفاق جالب میفته اونم چیه؟ اونم یه پای تی به علاوه رو داریم یک من های پای تی من رو داریم اینا با هم دیگه میتونیم خلاصه اینا رو حذف کنیم یکیش مثبت یکیش منفیه پس پای تی هست میشه رو حذف میشه فرمول ما ساده میشه وای تی مساویس با تولید مساویس با وای بار تی سطح طبیعی تولید منهای الفا منهای الفا چی بود دوستان یادتونه حساسیت بارکل حساسیت تولید به شکاف نرخ بهره پس من الفا من های حساسیت تولید نسبت به شکاف نرخ بهره در داخل پرانتز متغیرهای سیاستگذاری گذاری میاد تتا پای در شکاف تورم به علاوه تتا وای ضبدر در شکاف تولید در نهایت به علاوه اپسیلون تی اپسیلون تی چی بود شک طرف تقاضا شوک از نوع تولید شوکی که ممکنه تولید رو افزایش یا کاهش بده خب دوباره نتیجه اسلاید قبل رو نوشته اینجا اما دقت کنید که اینجا یک وایتی ما اینجا داریم آه. از بده اسلاش کنم یک وای تی ما اینجا داریم یک وای تی ما اینجا داریم درسته؟ اینا رو میاریم طرف چپ معادله بعد یک وای بار تی اینجا داریم یک وای بار تی هم اینجا داریم این هم در نظر میگیریم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم یعنی ساده سازی انجام میدیم میرسیم به اینکه که وای تی مساویست با وای بار تی درسته منهای ای که ای هست الفا تتای پای تقسیم بر یک به علاوه الفا تتای وای که میدونیم بزرگتر از صفره پس میشه یک ای زب در پای تی منهای های پای ستار. به علاوه یک بی که هست یک به روی یک به علاوه الفا تتای وای زب در اپسیلون تی زب در شک طرف عرضه بعدا ببینید بعدا میتونه روی این تتا و الفا و اینا بحث کنیم که مثلا اگر تتا وای ما بزرگ باشه یا کوچک باشه اثر شک خارجی چگونه منتقل میشه به اقتصاد یا اثر مثلا شکاف تورمی چگونه منتقل میشه به تولید میتونیم روی اینا بحث کنیم حالا ولی میدونیم که علامت هر دوشون بزرگتر از صفره وقتی علامت هر دوشون بزرگتر از صفر بود این خط این معادله رو که ما ب... بکشیم به این شکل در میاد میبینید یعنی به صورت نزولی در میاد این رو اسمش میذاریم دی ای دی دیمندی که قبلا داشتیم تقاضای کلی که قبلا داشتیم الان تقاضای کل پویا داریم که رابطه بین تولید و تورم رو نشون میده رابطهش هم منفیه سوال چطور رابطه بین تولید و شکاف تورم منفیه از کجا شما اینو گفتید یعنی چی؟ اینجا ما داریم میگیم اگر تورم افزایش پیدا کنه معمولا تورم افزایش پیدا کنه تولید هم باید افزایش پیدا کنه دیگه میگیم تولید کاهش پیدا میکنه اگر تورم افزایش پیدا کنه میگیم تولید کاهش پیدا میکنه در واقع اگر تورم افزایش پیدا کنه تولید هم باید افزایش پیدا کنه از کجا ما رسیدیم به اینکه این شیب این منحنی نزولیه احسنت آقای جعفری باری کلا آقای جعفری درست جواب دادن لزومی نداره شیبش نزولی باشه اصلا لزومی نداره شیبش منفی باشه ممکنه شیبش مثبت باشه شیب را منفی می کند چه کسی منفی می کند بانک مرکزی منفی می کند سیاست گذار پولیس که شیب را منفی می کند ما اگه خاطرتون باشه یک معادله اضافه کردیم که خیلی معادله متفاوت بود خاطرتون هست؟ با معادله اضافه کردیم که بسیار متفاوت بود اون معادله ای که ما اضافه کردیم در واقع واکنش بانک مرکزی به سطح تورم رو نشون میداد به شکاف تورمی رو نشون میداد به شکاف تولید رو نشون میداد در واقع این اعلام میکنه میگه وقتی تورم افزایش پیدا میکنه بانک مرکزی نرخ بهره واقعی رو افزایش میده که باعث میشه تقاضا برای کالا و خدمات کاهش پیدا کنه پس به دلیل واکنش بانک مرکزی است که شیب منحنی دی, ای دی نزولی یا به پایینه حالا اگر کرد در کشوری بانک مرکزی واکنش نشون نداد یا واکنش قاطع نشون نداد دقیق میفرمایید اگر در کشور اصلا بانک مرکزی مستقل نبود اصلا سیاست گذاری پولی نداشتیم چه اتفاقی ممکنه برای این بیفته اگر این واکنش نباشه چه اتفاقی به سر این منحلی میاد چی میشه چی به سر این منحلی میاد آها سعودی ممکنه بشه درسته؟ سعودی ممکنه بشه خب اگر این سعودی بشه اون وقت فاجعه میشه اون وقت ممکنه وارد یک لوپ تورمی بشیم مرتب تورم بیشتر بشه تولید کمتر بشه باز تورم تولید کمتر اینجوری بری جلو یا تورم و تولید با هم دیگه رشد کنند حالا هر حالتی ممکنه دقیق فرمایید خیلی خوب حالا ما میخوایم این دوتا مدل رو با هم دیگه در نظر بگیریم پس یک دی ای اس داریم که از منحنی فیلیپس و انتظارات تطبیقی به دست اومد یک DAD داشتیم که از تقاضا متغیر تقاضا و به خصوص قاعده سیاست گذاری پولی به دست اومد و اینها معکوس همدیگه دیگه هستن یعنی دی ای اس شیبش مثبت شیبش منفیه و در یک نقطه اینا همدیگر را رو قطع میکنند حالا که در نقطه که قطع کردن در این نقطه شما سطح تولید و نرخ تورم رو خواهید داشت مسئلتون آیا این تولیدی که به دست میاد با سطح طبیعی تولید برابر یا برابر نیست بله پاسخ اینه که ممکنه برابر باشه ممکنه برابر نباشه این یک تعادل کوتاه مدته نرخ طبیعی تولید یک تعادل بلند مدته امکان داره که سطح تولید شما از سطح تولید بلند مدت از سطح طبیعی تولید بالاتر یا پایین تر باشه در تعادل کوتاه مدت مثل مثلا تحلیل هایی که بنده در مورد بازار ارز دارم بقیه متوجه نمیشن من یک تعادل کوتاه مدت مطرح میکنم و یک تعادل بلند مدت اما خب دوستان خیلی وقتا متوجه این قضیه نمیشن که من در مورد چی دارم صحبت میکنم خب دوستان دقت بفرمایید حالا ما رشد بلند مدت رو هم بگیم بعد انشالله کلاس رو به تدریج تمام میکنیم خب دوستان تصور کنید که ما یک منحنی داریم یک منحنی DAST داریم به رنگ سبز و یک منحنی DADT داریم به رنگ سبز که هر دوی اینها دست بر غذا روی, نر... روی مقدار تولید طبیعی قرار گرفتند یعنی اقتصاد در حالت تعادل قرار داره و پای تی و پای تی به علاوه یک هم با هم برابرند یعنی نرخ تورم کاملا ثابته مقدار تولیدم با نرخ طبیعی تولید برابر است حالا فرض کنید که در دوره تی به علاوه یک رشد بلند مدت نرخ طبیعی تولید را افزایش می دهد فرض کنید اقتصاد یک رشد بلند مدتی داشته یا مثلا فرض کنید مجوزها تسهیل شده چه اتفاقی برای این منحنی ها میفته چه اتفاقی برای این منحنیا میفته نرخ تولید بلند مدت ما در منحنی دی ای اس داشتیم در منحنی دی ای دی هم داشتیم دقیق میفرمایید الان دوباره بهتون نشون بدم ببینید این که منحنی این که منحنی دی ای دی شد اینجا نرخ طبیعی بلند مدت داریم دیگه نرخ بلند مدت تولید حالا بریم بله خب این چی بود؟ خاطرتون هست؟ اینجا ما نرخ در واقع تولید طبیعی رو داشتیم درسته؟ پس در هر دو مورد نرخ تولید طبیعی رو ما داشتیم خب حالا وقتی که تولید رشد میکنه دی ای ای اس به سمت پایین و راست میاد یعنی تو وقتی نرخ طبیعی تولید رشد کنه تولید رشد میکنه و نرخ تورم هم چی میشه در کوتاه مدت نرخ تورم چی میشه دوستان در کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه درسته ببینید اولین اتفاقی که افتاده اینه که این نرخ طبیعی بلند مدت ما رفته به اینجا حالا میخوایم ببینیم آیا کل اقتصاد واقعا از اینجا به اینجا میره یعنی میدونیم که باید اقتصاد بره روی نرخ طبیعی ت... ت... بلند مدت تولید دوباره قرار بگیره خب اول که دی ای اس میاد به سمت راست و پایین و مقدار تورم کاهش پیدا میکنه تولید افزایش پیدا میکنه ولی خیلی اندک به تدریج به تدریج چی میشه ایدی هم افزایش پیدا میکنه ایدی که افزایش پیدا کرد ببینید میرسیم به نقطه تعادلی جدید که اینجا هستیم پس دی ای, 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 ای شیفت میکنه زیرا اقتصاد میتونه کالا و خدمات بیشتری تولید کنه دی, ای دی هم تغییر میکنه زیرا درآمد بیشتری باعث درآمد بیشتر باعث افزایش تقاضا برای کالا و خدمات میشود پس ببینید چه اتفاقی افتاد وقتی که نرخ رشد بلند مدت نرخ تولید ببخشید وقتی سطح طبیعی تولید رشد میکنه بدون اینکه اثر تورمی داشته باشه تولید شما بیشتر میشه به همون میزان مشخص شد پس شما میتوانید اگر سیاست های طرف عرضه در پیش بگیرید همین کارا که همین تلاشی که بنده دارم که مثلا روی انحصارات تاکید میکنم روی مجوزها تاکید میکنم اگر مجوزها رو تسهیل کنید بدون اینکه تورم ایجاد بشود رشد تولید خیلی عجیب و غریبی هم میتونید داشته باشید دوستان اینو من خدمتتون مطرح میکنم بعد پاسخ به سوالات رو دیگه از خدمتتون مرخص میشیم حالا فرض کنید یک شوک در برای عرضه کل داشته باشیم عرضه کل که یادتونه ای اس بود درسته وقتی شوک میدادید به ای اس چه اتفاقی میافتاد حالا مثلا فرض کنید شوک منفیه فرض کنید قیمت, قیمت کامادتیز در جهان یه دفعه کاهش پیدا کنه اول چه اتفاقی میفته یا مثلا قیمت کامادتیز افزایش پیدا کنه اول مثلا افزایش پیدا کنه ببینید وقتی که قیمت کامادیتیز افزایش پیدا میکنه دی ای اس شما به شدت میره بالا دی اس شما که به شدت میره بالا یه دفعه موج تورمی خواهید داشت تورم به شدت رشد میکنه درسته اول شک عرض کردیم شک طرف عرضه شک به تورمه پس تورم بیش از حد واکنش نشون میده پس اینفلیشن به شدت بالا میره بعد این لیتر periods اینفلیشن فالز بعدش تورم شروع میکنه کاهش پیدا کردن چرا برای اینکه همون منحنی عرضه ای که بالا رفته بود همون منحنی عرضه به تدریج برمیگرده پایین چرا برمیگرده پایین شوک طرف عرضه اول به قیمت و تورم وارد میشه بعد به تدریج در بازار در بازار کالا و خدمات به تدریج جذب میشه چگونه جذب میشه منحنی دی ای ما شروع میکنه پایین اومدن از یک طرف تورم کاش پیدا میکنه ولی از طرف دیگه تولید چی میشه؟ از طرف دیگه تولید به تدریج افزایش پیدا میکنه پس ببینه این طوره این طوری من خدمت تو ارز کنم وقتی شک عرضه وارد میشه شک طرف عرضه وارد میشه قیمت به شدت رشد میکنه تولید هم کاهش پیدا میکنه این رو من فراموش کردم خدمت شما بگم وقتی این منحنی از اینجا میره به اینجا ببینید از نقطه A میریم به نقطه B نقطه B تورمش خیلی بالاتره ولی تولیدش هم مقدار کمتره به شد... به سرعت تولید یک مقدار کمی منفی میشه تورم به شدت زیاد میشه بعد تولید شروع میکنه کم 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 ریکاوری شروع میکنه بازگشت به نقطه قبلی و تورم هم کم 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 شروع میکنه کاهش پیدا کردن از این مدل میتونیم چنین تحلیل هایی داشته باشیم یعنی بگیم شکر که طرف عرضه چه و چه تأثیری بر متغیرها در طول زمان خواهد داشت بسیار خوب خب دوستان عزیز تا اینجا کافیه اگر سوالی هست من در خدمت هستم بله آقای جعفری وقتی که شوک کامادیتی داری قیمت ها رشد میکنه تورم افزایش پیدا میکنه ولی تولید تولید هم مقدار کاهش پیدا میکنه ولی خیلی کاهش پیدا نمیکنه بعدا کم کم خونسا میشه این شوک برطرف میشه اثر شوک از بین میره بله من عرض کرده بودم خدمتتون من عرض کرده بودم که اگر اثر ببینید اثر شک طرف عرضه خیلی خیلی کمتر تا شک طرف تقاضا و عرض کرده بودم که وقتی شوک نفتی در 1970 اتفاق افتاد بعدها متوجه شدن بیشتر از اینکه اون شوک منفی موجب تورم شده باشه و موجب کاهش تولید شده باشه واکنشی که بانک های مرکزی داده بودند موجب تورم شده بود بله اینو من خدمت شما قبلا عرض کرده بودم بله دوستان امیدوارم این جلسه ما مفید بوده باشه چون خود کتاب در ابتدای این فصل میگه که این سخت در این فصل کتاب هست مواظب باشید دانشجوها زده نشن دانشجو گیج نشن در تدریس این فصل پنج تا معادله با هم دیگه ترکیب میشه که پنج تا متغیر به دست بیاد ولی احساس میکنم من به هدف خودم امشب رسیدم برداشت من لاغر اینه اپسیلون تی نمیدونم چی نمیشه تی بزرگتر از یکی هست مثلا اگر تقاظا 50 درصد افزایش پیدا کنه اپسیلون یکانیم میشه اپسیلون تی نه، نگفتیم بزرگتر یا خوشکتر از یک اپسیلون تی یک مقدار یک عدده اگر تقاظا 50 درصد افزایش پیدا کنه اپسیلون تی برابر است با اون 50 درصد ای وای آقای ندایی سرعت تازه زیاد بود ما این همه با تدریج جلو رفتیم حالا ملاحظه بفرمایید آخر هفته هم فیلم دو تا جلسه اول ملاحظه بفرمایید انشالله که مشکلات حل میشه چرا به مرور زمان تورم خونسا میشه؟ چون به مرور زمان تولید واکنش نشون میده دقت فرمودید؟ به مرور زمان اثر اون شوک بر تولید ظاهر میشه به افزایش تولید میشه طول کشه می تا تولید واکنش نشون بده پس اپسیلون زریب اصلا اپسیلون زریب نیست گفت اپسیلون ضریبه مقداری که مقدار تقاضا اپسیلون واحد اپسیلون واحد تولید واحد نوی تی واحد, واحد شوک عرضه هم قیمت هست عرض کرده بودم هر داره. بله خب دوستان عزیز خیلی ممنونم از تشریک مسایی که داشتید امروز امیدوارم ما به اهداف خودمون رسیده باشیم میدونم که بالاخره میگم وارنینگ هشدار خود کتاب خود آقای بنکی هم این بوده که مواظب باشید این فصل خیلی فصل سخت و مشکلی هست مواظب باشه که دانشجوها گم نشن در میان مطالب فصل ولی ما انشالله با هم دیگه سر سبر اینا رو جلو میبریم و میبینید که چقدر میتونه خوب باشه بسیار چقدر میتونه مفید باشه در تصمیم گیری ها در تحلیل ها خب دوستان اگر سوالی ندارید تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم سلامت باشید خدا نگهدار شما در پناه حق